در نام و یاد خداوند هستی بخش و با درود عرض خوش آمد خدمت شما همکاران و فعالان حقوق بشر و مهمانان گرامی. جلسه ماهانه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران را از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار میکنیم. امروز شنبه 10 دسامبر 2022 معادل برابر با 19 آذر ماه 1401 خورشیدی رأس ساعت 18:01 به وقت اروپای مرکزی جلسه را آغاز میکنیم. خب این جلسه از طریق پخش زنده در کانال یوتیوب بشریت و همچنین تلویزیون اپلیکیشن کانون نیز پخش میشه و برای علاقمندان میتونه در دسترس قرار بگیره. ضمن عرض تبریک مناسبت 10 دسامبر روزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شد و به همین مناسبت به روز جهانی حقوق بشر هم نامگذاری شد، بنده سخنرانان و موضوع سخنرانی ایشان را اعلام میکنم. به عنوان اولین سخنران بانو طیبه نجاتیان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه آبان 1401 را بیان میکنند. امروز طبق برنامه ریزی صورت گرفته سخنان دومون آقای سپهر رضایی شایان هستن که موضوع بررسی کنوانسیون بین الملل رفع هر نوع تبعیض نژادی رو انجام میدن و اون رو مقایسه میکنن با قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران. بعد از ایشون هم جناب آقای داوود لطفی حواشی تیم ملی فوتبال رو در جام جهانی 2022 در قالب سخنرانی خودشون ارائه خواهند داد. خب باید خدمتتون یادآوری کنم که در انتهای هر سخنرانی اگر عزیزی اظهار نظری داشت یا قصد داشت موافقت یا مخالفت خودش رو نسبت به موضوعی که به هر حال ارائه میشه در حدود 3 تا 5 دقیقه بیان کنه، میتونه از طریق بالا آوردن دست خودش در زوم بنده و ادمین ها رو راهنمایی کنه تا مایک رو براشون آزاد کنه. همچنین همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم به مناسبت 10 دسامبر مطابق روال جلسات کانون ما در بخش بحث آزادم موضوع حق اعتراض رو گذاشتیم که موضوع این چند ماه اخیر کشورمونم بوده. تا ضمن یادآوری حقوق شهروندان به این مطلب بپردازیم، بایدها و نبایدها رو در مسیر رعایت حقوق انسانی در همه جا مورد بررسی قرار بدیم. امیدوارم که امروزم یه تبادل نظر خوب و ابراز عقیده خودمون رو داشته باشیم و یه نتیجه گیری خوبم از بحث آزاد امروز بکنیم. من اگر اشکال نداره دعوت میکنم از بخش خانم طیبه نجاتیان که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران رو در آبان ماه 1401 بیان کنند. لطفا دستتون رو بالا کنید خانم نجاتیان. میکروفون برای شما آزاد کردم. بفرمایید. صداتون هست. به نام خدا. با درود و شب بخیر. گزارش و تحلیل نقض حقوق ورزش و ورزشکار در آبان ماه 1401 را آغاز میکنم با مطلبی در خصوص مهسا امینی. تقوی زمان مرگش قریب بود ولی حالا از همه آشکارتر است. محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران با انتشار عکسی از مهسا امینی در 40مین روز درگذشت او نوشت امام غریب زبان ما مهسا امینی است که حالا دیگر غریب نیست. اتحادیه فوتبال اوکراین درخواست از فیفا برای محرومیت ایران از جام جهانی. به گزارش کاوه سولکل روزنامه‌نگار اسکای، اوکراین و متحدان غربیش باور دارند استفاده از پهپادهای ایرانی در حمله روسیه به اوکراین نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. احسان پیربرناش خبرنگار با سابقه ورزشی بازداشت شد. احسان پیربرناش از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با سابقه حوزه ورزش و سردبیر سایت بانک ورزش به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او سابقه کار در بسیاری از رسانه‌های ورزشی را در کارنامه خود دارد. آریا جعفری عکاس و نیکو حامدی روزنامه‌نگار هم بازداشت شدند. این خبر مغایرت دارد با ماده 18 حق آزادی عقیده
و ماده 19 حق آزادی بیان، تداوم بازداشت و بلا تکلیفی عابد خورشیدی. عابد خورشیدی مربی سرشناس فوتبال اهل سنندج توسط ماموران اطلاعات بازداشت شد و از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم. او بیشتر نیست به دلیل فعالیت‌های مدنی خود تجربه بازداشت را داشت. ماده 21 حق دموکراسی. مدیر رسانه‌ای پرسپولیس نیروفر حامدی و الهه محمدی فقط به وظیفه خبرنگاری عمل کردند. روزنامه‌نگاری جرم نیست. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل نگارش نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مغایرت دارد با ماده 22 حق امنیت کار. سعیده فتحی خبرنگار ورزشی با سابقه ایران در بازداشت نیروهای امنیتی است. ماموران امنیتی در 24 مهر او را در منزلش بدون ارائه توضیح و تفهیم اتهام بازداشت کردند. مغایرت دارد با ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی. غمگین ترین لیگ جهان به تعطیلات اجباری رفت تا بازیکنانش دیگر پس از گلزنی دست‌های خود را به نشانه همدردی با مردم کشورشان بالا نبرند. پرسپولیس با 24 امتیاز صدرنشین لیگ ماند. استقلال با 22 گل و گلگهر با 21 امتیاز در دوره‌های دوم و سوم قرار گرفتند و تیم صنعت نفت و ملوان با 6 امتیاز در انتهای جدول هستند. لیگ غم‌انگیز، کم هیجان و بی‌شادی گل و بدون تماشاگر تا پایان جام جهانی تعطیل شد. ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 21 حق دموکراسی. تیم ایران هست نمی شود چون برای فیفا پول می آورد. یک تشکل حقوق بشری به نام گروه ورزشگاه های باز، یک گروه حقوقی و مدیر عامل باشگاه های اوکراین از فدراسیون بین المللی فوتبال جهان فیفا خواستند تیم ملی فوتبال ایران را به دلیل احصار پهپادها و کمک های نظامی به روسیه از رقابت های جام جهانی حذف کند. در صورت حذف تیم ملی جمهوری اسلامی از این رقابت‌ها باید یکی از تیم‌هایی که به رقابت‌های جام جهانی راه نیافته یا تیم فوتبال امارات جایگزین ایران می‌شد. درباره اینکه چرا فیفا به درخواست این گروه‌ها برای حذف تیم ملی بی‌توجه بوده می‌توان به دلایل اقتصادی هم اشاره کرد که در حمایت فدراسیون جهانی فوتبال از فدراسیون ایران مؤثر بوده است. ماده 3 عدم تغییر مواد به نفع دولت‌ها. ممانعت وزارت خارجه از سفر اسکیت بازها به آرژانتین. بر اساس اطلاعاتی که به ایران وایر رسیده، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اعزام تیم‌های ملی زنان و مردان اسکیت ایران به رقابت‌های جهانی آرژانتین مخالفت کرده است. منبع آگاه به ایران وایر در فدراسیون اسکیت گفته است به ما اعلام کردند که نگرانی‌هایی در مورد تکرار آنچه در مورد الناز رکابی اتفاق افتاده بود وجود دارد، اما ما را وادار کردند به ملی پوش‌ها بگوییم مشکل از دعوتنامه بوده است. نقض قطعنامه 2231 از سوی سازمان ملل متحد، ماده 4 بردگاهی مندوب، ماده 23 حق امنیت کار. رضا الفتی قهرمان سرشناس پرورش اندام توسط اداره اطلاعات کرمانشاه با دستگیر شد. رضا الفتی شهروند کرد اهل گیلان غرب توسط نیروهای وابسته به اداره اطلاعات کرمانشاه بدون برگه قضایی و تشریح اتهام انتصابی توسط این نهاد امنیتی بازداشت شد. رضا الفتی در پی شلیک گلوله‌های ساچمه نیروهای مسلح حکومت زخمی و برای مداوا به منزل پدرش در گیلان غرب منتقل شده بود. رضا الفتی علاوه بر مقام قهرمانی پرورش اندام در سطح استانی، همچنین نفر چهارم انتخابی تیم ملی ایران در حوزه پرورش اندام است. ماده 22 حق امنیت اجتماعی. علیرضا دبیر و ممنوعیت تحلیل سیاسی برای ملی پوشان. موال شیطان است، گولش را نخورید. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران خطاب به ملی پوشان کشتی گفت یعنی چه که بچه‌های ما در حوزه هر حوزه ای اظهار نظر کنند؟ بچه 25 ساله در چه حوزه ای حرف دارد که بزند؟ بیاید و صحبت کند. دبیر درباره خیزش انقلابی ایرانیان گفت بچه های ما از سیاست چه می دانند؟ من با این سابقه شورای شهر جرأت تحلیل سیاسی ندارم. این موال ها شیطان است و گولش را نخورد. ماده 4 برداری ممنوع، ماده 21 حق دموکراسی، ماده 18 حق آزادی بیان، ماده 19 حق عقیده، ماده 12 حق دخالت در احوال شخصی. محمد
در دسر 600 میلیاردی استقلال، افزایش حکم سنگین علیه آبی‌ها، مدیران باشگاه استقلال به دلیل بالا رفتن نرخ ارز با مشکل تازه‌ای مواجه شدند و مدیران ورزش ایران به ویژه باشگاه‌هایی که طلبگاران خارجی دارند را به طور جدی درگیر خود کرده، چون نمی‌توان مطالبات خارجی‌ها را به ریال پرداخت کرد و حتی باید طلب آنها را به صورت ارزی در اختیارشان قرار بگیرد. در حال حاضر سعودی شدن قیمت ارز یک دردسر بزرگ برای فتح‌الله زاده شده است، چون هر چقدر قیمت‌ها بالاتر برود او باید پول بیشتری برای تسویه حساب با استراماچونی تهیه کند و انجام چنین کاری یعنی دردسرهای بزرگتر. استراماچونی به واسطه حکمی که از طریق دادگاه عالی ورزش گرفته همین حالا چیزی نزدیک به 600 میلیارد ریال روی دست استقلال هزینه گذاشته است. رئیس فیفا: اجازه ندهید فوتبال به سمت معرکه سیاسی و ایدئولوژیک پیش برود. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در نامه‌ای به 32 تیم حاضر در جام جهانی از آن خواسته تا روی فوتبال تمرکز کنند و اجازه ندهند این ورزش به نبردهای ایدئولوژیک یا سیاسی کشیده شود. ماده 19 حق آزادی عقیده، ماده 18 حق آزادی بیان. تقدیم قهرمانی به میلاد زاره از کشته شدگان اعتراضات. عارف غلامی و مهدی قائدی در دو بازیکن استقلال با نوشته های خود روی پیراهنشان پس از قهرمانی در سوپر جام و همچنین صفحات اجتماعیشان قهرمانی خود را به میلاد زاره یکی از کشته شدگان اخیر تقدیم کرد. بازیکنان استقلالی حتی پس از بازی هم حاضر به جشن قهرمانی نشده. مهسا مویگویی، قهرمان تکواندو و آمادگی جسمانی که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به قدر رسید، مدال‌های متعددی در تکواندو داشت و صاحب کمربند مشکی این رشته ورزشی بود و همچنین مدال‌های فراوانی در آمادگی جسمانی استان اصفهان داشت. حق دموکراسی، حق آزادی بیان و عقیده. ملی پوش بسکتبال ایران: قلبن عرق ریختن و تلاش زیر پرچم جمهوری اسلامی را درست نمی دانم. او در پشت پست اینستاگرامی است نوشت: گلایم به خاطر بی تأثیر بودن این ورزش در این روزهای تاریک است، ولی بزرگترین ناراحتی هم برای تمامی سختی هایی است که من و زنان ایرانی کشیدیم، مثل پول ندادن همیشگی فدراسیون، انصراف به خاطر حریف اسرائیلی، کنسلی اعزام دم پرواز و عدم پخش بازی ها با وجود پوشش مورد تایید. خانم محمدی در بخش دیگه از این پست خداحافظی و با استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی نوشت: امید دارم روزی در پایان مسابقه کنار زمین پدرم را در آغوش بگیرم، به امید آن روز. حق آزادی بیان، حق عقیده، حق امنیت کار. امید هرمزی، ورزشی نویس، بازنشت شد. امید هرمزی در محل کار خود از سوی افراد لباس شخصی بازنشت شد. امتداد نوشته است: هرمزی هنوز هیچ تماسی با خانواده نداشته و روشن نیست کجا نگهداری می‌شود. وسایل هرمزی از جمله گوشی تلفن، تلفن همراه و کامپیوتر شخصیش هم نیز ضبط شده است. ماده 9 عدم توقیف حبس و یا تبعید غیرقانونی، ماده 21 حق دموکراسی، ماده 18 حق آزادی و عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان. قهرمان پرورش اندام که توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. عرفان نظری از قهرمانان پرورش اندام ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. به گفته منابع مطلع از فاصله نزدیک به صورت او تیراندازی شده بود، طوری که پیکر او قابل شناسایی نبوده است. حق آزادی بیان، عقیده و دموکراسی: فدراسیون فوتبال با بازیکنان ساحلی برخورد می‌کند. دلیل این تهدید و تصمیم شادمانی نکردن بازیکنان بعد از گلزنی، حرکت نمادین قیچی کردن متوسط سعید پیرامون، همخوانی نکردن با سرود جمهوری اسلامی و همچنین پرهیز از برگزاری جشن قهرمانی پس از بالا بردن جام جهانی بود. ماده 18 حق آزادی عقیده. روزنامه ایران: بعد از شعار تماشاگران فوتبال علیه جمهوری اسلامی، دولت امارات را تهدید کرد. روزنامه ایران، ارگان رسمی جمهوری اسلامی، در واکنشی به شعارهای ضد جمهوری اسلامی از سوی تماشاگران حاضر در فینال فوتبال ساحلی از دولت امارات میزبانی مسابقات به دلیل عدم برخورد با این تماشاگران گلایه و تهدید کرد که امارات به زودی تبعات این اقدام خصمانه را می‌بیند. ماده 30 عدم تفسیر مواد به نفع دولت‌ها. تهدید ملی پوش‌های فوتبال ساحلی غیر مستقیم از وزارت، مستقیم از لباس شخصی ها. نخواندن سرود ملی، حرکت نمایندین، کوتاه کردن مو پس از به ثمر رساندن گل و شادی نکردن پس از قهرمانی تیم ملی ساحلی ایران در رقابت های جام بین‌المللی قاره‌ای تمام
و تمام قد کنار شهروندان معترض ایستاد. همه این کارها با خشم دو مدیر امنیتی همراه شد، وحید یامین‌پور و سینا کلهر. حق دموکراسی، حق بیان و عقیده و برده‌داری ممنوع. محمد قامی، گلر تیم فوتبال امین در ندزفول، بعد از اصابت گلوله به سرش و 15 روز کما درگذشت. محمد قامی، نوجوان 17 ساله‌ای که روز 30 مهر ماه در تجمعات دزفول از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، پس از 15 روز در کما که به سر می برد جان باخت. قائمی در بازبان تیم فوتبال امین دزفول بود. امنیت اجتماعی، آزادی بیان و عقیده. عدم همراهی و سکوت ملی پوشان واترپولوی ایران در هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی. در ادامه حرکت اعتراضی ملی پوشان ایران در عدم همکاری با سرود ملی جمهوری اسلامی، این بار ملی پوشان واترپولو در هنگام پخش سرود سکوت کردند. بازیکنان تیم ملی واترپولو در اولین مسابقه قهرمانی آسیا که با پیروزی مقابل هندوستان همراه بود، از خواندن سرود ملی خودداری کردند. حمایت انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی از خبرنگاران و عکاسان بازداشت شده در ایران. انجمن جهانی عکاسان ورزشی و روزنامه‌نگاران با انتشار گزارشی از خبرنگاران و عکاسان بازداشتی حمایت کرده و خانه آزادی و حمایت از نیروفر حامدی، سعید فتحی، احسان پیربرا، برناش و آریا جعفری شد. در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده است فقط همبستگی بین‌المللی می‌تواند آنها را نجات دهد. فدراسیون فوتبال ایران موظف است از دخالت در کار و آزادی بیان خبرنگاران ورزشی خودداری کند. آزادی بیان و عقیده، دموکراسی و امنیت کار. دنا شیبانی، ورزشکار سنگ نبرد و مربی اسنوبورد، بازداشت و به پلاک صد شیراز منتقل شد. دنا شیبانی از سوی ماموران امنیتی در قشم بازداشت شد. رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 8. تیم والیبال نشست. ممنون خانم نجاتی، اگر جمع بندی کنید ممنون میشم. اختیار دارید. بسیار. وقت داره تمام میشه. مرسی. بسیار. بله. میرهاشم حسینی، قربانی جدید سیاست اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی. میرهاشم حسینی، تکواندوکار وزن منهای 74 کیلوگرم ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان تکواندو در مکزیک بود که در دور نخست به قرعه حریفی از اسرائیل برخورد کرد. طبق بهانه تراشی‌های معمول فدراسیون ورزش جمهوری اسلامی اعلام شد میرهاشم حسینی در روز وزن‌کشی به سر وزن نرسیده و مبارزه نکرده است. برده‌داری ممنوع و حق امنیت کار. آخرینم من براتون بخونم با توجه به اینکه خیلی مربی و بازیکنان یک تیم بسکتبال حجاب اجباری را برداشتند. مربی و بازیکنان تیم بسکتبال کنکو به عنوان اولین تیم ورزشی از هنگام اجباری شدن حجاب در جمهوری اسلامی تاکنون به شکل تیمی و دست جمعی کشف حجاب کردند. تاکنون هیچ تیمی ورزشی زنان به شکل دست جمعی اقدام به برداشتن حجاب اجباری نکرده بودند و تیم بسکتبال کنکو اولین تیم ورزشی زنان ایران است که از هنگام اجباری شدن حجاب در جمهوری اسلامی به شکل تیمی اقدام به کشف حجاب کردند. حق آزادی عقیده، حق دموکراسی و ممنون از صبوری که کردین. تشکر از همه. سپاس از شما خانم نجاتیان. اختیار ببخشید مجبورم به واسطه حالا یه رعایت اون اصول جلسات، میدونم خبر خیلی هست، نقض حقوق بشر خیلی اتفاق میفته برای خیلی ها توی مملکت، من جمله هنرمندان، ورزشکاران، دانشجوها، جوانها، فرق نمیکنه، اخبار خیلی هست، ولی ما سعی میکنیم که گزیده ای از اونا انتخاب کنیم و بگیم. بله بسیار. در بخش ورزش بسیار خوب. خیلی ممنون، لطف کردین. اگر خبری یا مطلبی میخوان بهش اضافه کنن لطفا به مطالب خانم نجاتیان لطفا دست بالا کنید، اظهار نظر داشته باشیم. و اینکه خب میدونیم که آقای کریمی هم خواسته یا ناخواسته توی جریانی افتاد که به خاطر اینکه یک جلوه‌ای در بین دوستان و حالا طرفداران و اینا داشت، یک طرفدارای میلیونی داره ایشون، یا خواسته یا از ناخواسته با برنامه قبلی یا عدم وجود برنامه، به هر حال توی این مسیر افتاد که صدای مردم ایران باشه، زودتر از مملکت خارج شد. چندین بار تله براش گذاشتن که گیرش بندازن و وارد کشورش کنن، محاکمش کنن،
اموالش رو مصادره کردن تو این ماه و بالاخره ایشون تونست که به هر طریقی خودش رو به یه جای امنی مثل کانادا برسونه و بارها شد که از خانوادهشون پرسجو شد، بازجویی شد و خیلی از ورزشکارهای دیگه بودن که ترسیدن اظهار نظر کنن. آقای غفوری رو ما تو این ماه داشتیم که مجددا بازداشت شد و اگر این فشار رسانه‌ای و طرفدارا و فعالین حقوق بشر نبود شاید به این راحتی با قید وثیقه آزادش نمی کردن. ما فقط به این نتیجه می رسیم که امیدوار باشیم که با حرکت مردم چه داخل کشور چه خارج از کشور با یک اتحاد همبستگی ملی بتونیم از بند این استبداد دینی رهایی پیدا کنیم. امید به اون روز. خب دوستان، میریم سراغ بخش بعدی برنامه که در قسمت بعدی ما در خدمت آقای سپهر رضایی شایان هستیم. موضوع سخنرانی امروزشون هم بررسی کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران. آقای رضایی، من مایک برای شما آزاد میکنم، بفرمایید. سپاس از شما آقای حسن‌زاده عزیز. امروز میخوام راجع به کنوانسیون تبعیض نژادی صحبت کنم در موردش، که در تاریخ 20 نوامبر 1963 در سازمان ملل به تصویب رسید. این کنوانسیون 30 ماده داره که هر کدوم از ماده ها رو جداگانه به نظرتون میرسونه. ماده 1: در قرارداد حاضر اصطلاح تبعیض نژادی اطلاق می شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا ارجایی که بر اساس نژاد و رنگ یا نسبت یا منشأ ملی یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادن شناسایی یا تمنا یا برابر قرار ندادن حقوق بشر در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا در زمینه‌های عمومی دیگر است. قرارداد حاضر ناظر بر تمام ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و یا معادلاتی است که بین دو کشورها و کشورهایی که در این کنوانسیون قرار دارد قرار موضع می‌شود. مقررات قرارداد حاضر را نباید طوری تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول به نفع دولت‌ها تأثیر داشته باشد. تدبیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروه‌های نژادی یا قومی یا افرادی که برای برابری حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در شرایط مساوی قرار دارد حمایت کرد. ماده 2: تبعیض نژادی را تمام کشورها باید محکوم کنند و متحد شوند که با توسل به کلیه و وسائل موجود در این سیاستی را دنبال کنند که هیچ تبعیض نژادی در کشورشان نباشد. هر یک از دول موظف است تدابیر موثری اتخاذ نماید که سیاست‌های مملکتی و محلی و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا استمسار تبعیضات نژادی قرار گیرد هر کجا که باشد فصل کند. هر یک از دول مکلف است به کلیه وسایل و مناجع که در صورت انقضا از تغییر تدابیر اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه افراد یا دستا یا سازمان ها ممنوع سازد. ماده 3: دول به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روش های آپارتاید را محکوم می کنند و متحد می شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت قضایی آنهاست انجام این قبایل را اعلام و روش های درست را اتخاذ نمایند. ماده 4: دول باید تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه های مبتنی بر یک نژاد و یا گروهی از اشخاص که رنگ یا منشأ قومی معینی دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند. به منظور ریشه‌کن کردن تبعیض نژادی به طور کلی باید هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نماید و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده 5 این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار گیرد.
دول باید متحد شوند که نشر هر نوع افکاری مبتنی بر تحقق یا نفرت نژادی نباید در بین دول قرار گیرد و تمامی دولت‌ها باید حقوق برابر و مساوی را در بین مردم اتخاذ نمایند. ماده 5. دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده 2 متحد می‌شوند که تبعیض نژادی را به هر شکل و صورتی که هست برای هر فرد به صورت مساوی در برابر قانون به ویژه در تمتع از قانون زیر اتخاذ نمایند. حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند. حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جنسی. حقوق سیاسی و به خصوص حقوق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره عمومی دول. حق داشتن یک تابعیت. حق ازدواج و انتخاب همسر خود. حق آزادی فکر، وجدان و مذهب. حق آزادی عقیده و بیان. حق برابری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. حق مسکن، حق تحصیل و کارآموزی باید برابر برای تمام این دول باشد. دول باید تمامی این حقوق را به صورت مساوی قرار گیرد. ماده 6 دول برای کلیه افراد مشمول صلاحیت قضایی خود را در برابر هر نوع تبعیض نژادی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را قرار داده است باید برابر قرار دارد و حمایت‌های لازم را از هر فردی مورد تضمین قرار دهد. دول متحد می‌شود به منظور مبارزه با تعصباتی که مندرج به تبعیض نژادی می‌شود و نیز برای تفاهم به صورت روح و گذشت آن به تمامی عقاید احترام بذارد. ماده 8. کمیته به منظور رفع تبعیض نژادی که از این بخش کمیته نامیده می‌شود مرکب از 18 نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی که باید بی‌طرف باشند و تمامی اعضای کمیته باید هر ساله رأی درستی را در انتخابات دهند. انتخابات اعضای کمیته در جلسه‌ای متشکل از کلیه عضو که از طرف دبیر کل ملل متحد در مقر سازمان ملل متحد دعوت می‌شود انجام خواهد گرفت. برای جانشینی کارشناسی که به علل غیر منتظره از ادامه وظایف خود در کمیته دست کشیده، دولت کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب می کنند. ماده 9. دول متحد می شود گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضایی و اداری و غیره که منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول است در برابر سازمان ملل اتخاذ نماید. متعاقباً هر 2 سال یک بار و به علاوه هر وقتی کمیته چنین تقاضایی را بنماید، کمیته می تواند از دول دیگر اطلاعات تکمیلی را بگیرد. ماده 10. کمیته آیین‌نامه و مقررات داخلی خود را تنظیم می نماید. کمیته هیئت رئیسه خود را برای 2 سال انتخاب می کند. دبیرخانه کمیته به عهده دبیر سازمان ملل متحد خواهد بود. ماده 11. هرگاه یکی از دول چنین تشخیصی دهد که یکی از اعضا صلاحیت کافی را برای این سازمان ندارد، مرتبا اتخاذ رأی می نماید تا شخص مورد نظر را در عرض 6 ماه از کمیته بیرون بکنند. در مواقعی که کمیته موجب ماده حاضر مشمول به بررسی موضوع می باشد، هر یک از دول می تواند نمایندهی تعیین کند که بدون داشتن حق رأی در تمامی مدت رسیدگی در کمیته ها شرکت نماید. ماده 12. پس از آنکه کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم هست تشخیص دهد، می تواند مواد مورد نظر را بررسی کند و به اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین انتخاب کند. هرگاه طرفین اختلاف نظر داشته باشند، در عرض 3 ماه باید سازمان ملل یک انتخابات درست و عدالت جو را در این کمیته قرار دهند. دبیرخانه مذکور در بند 3 ماده 10 قرارداد حاضر را در صورتی که اختلاف بین دول موجود باشد، خدمات خود را در اختیار این کمیسیون می‌گذارد. ماده 13. کمیسیون پس از بررسی همه جوانب موضوع گزارشی تهیه و به رئیس کمیته تسلیم می‌کند. این گزارش مشمول است بر استنادات کمیسیون در مورد واقعیت‌های مربوطه
به اختلاف بین طرفین بوده و مزمن توصیه هایی برای حل دوستانه اختلاف مناسب خواهد بود. ماده 14. هر یک از دول این قرارداد را دارند که شناسایی صلاحیت کمیته را طبق بند ماده 1 اعلام کنند که می تواند در داخل نظام قضایی مملکتی خود برای دریافت و رسیدگی به شکایات افراد یا دسته هایی از اشخاص که تابع آن دولت می باشند مدعی کند. در جایی که طبق بند 2 این ماده را اجرا کند، موظف از شکایت را در دفتر به نام دفتر عوارض ثبت کند و نسخه های مستق را این دفتر به تمامی زبان ها در اختیار مردم قرار دهد. کمیته شکایاتی را که فاقد امضا باشد نخواهد پذیرفت. ماده 15. به هدفهای اعلامیه حقوقی بشر باید پایبند باشند و مجمع عمومی در تاریخ 14 دسامبر 1960 مقررات را حاضر به هیچ وجه در برخودداری مذکور از حق دادخواهی و شکایت که موجب سایر اسناد بین المللی یا از طرف سازمان ملل قرار گرفت محدودیتی قرار نخواهد داد. کمیته متشکل طبق بند 1 ماده 8 قراردادهای حاضر را از ارگانهای سازمان ملل در اختیار می‌گیرد و با هدفهای خود این ارگان به موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیدگی می‌کند. کمیته رونوشت گزارش‌های ارگان‌های صالح سازمان ملل را در زمینه اقدامات قانون‌گذاری و قضایی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیماً به اصول و هدف‌های این قرارداد مربوط می‌باشد تصدیق می‌کند. کمیته از دبیر کل سازمان ملل تقاضا می‌کند که کلیه اطلاعات مربوط به هدف‌های این قرارداد و همچنین هر گونه اطلاعاتی راجع به سرزمین‌های مذکور را در اختیار دیگر کمیته ارسال کند. ماده 16. مقررات قرارداد حاضر در بین تدابیری که بایستی برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایات اتخاذ شود بدون خلل به سایر طرفین بررسی می شود. ماده 17. قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از مؤسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بین المللی دادگستری را امضا می کند باید ارسال شود. ماده 18. قرارداد حاضر برای یکی از دول فرستاده می شود و الحاق آن به سازمان ملل متحد انجام می گیرد. ماده 19. قرارداد حاضر برای دولتی که آن را تصویب می کند باید به تاریخ مندرج درست در دبیرخانه ثبتی سازمان ملل متحد ثبت شود. ماده 20. دبیر کل سازمان ملل متحد شروط و قرارداد را در موقع تصویب این قرارداد دریافت کرده و به کلیه دول که ممکن است به قرارداد ملحق کتباً اطلاع می‌دهد و هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف 90 روز پس از تاریخ اطلاعی مذکور به دبیر کل اطلاع خواهد داد و شرایط را بررسی خواهند کرد. ماده 21. فسخ قرارداد یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه مذکور به دبیر کل رسیدگی خواهد شد. ماده 22. اختلافات بین دو یا چند دول راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر در این قرارداد حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفین اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. ماده 23. مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که باید لزوم قرار گیرد اتخاذ می کند و تصمیم درستی را درباره این کنوانسیون قرار می دهد. ماده 24. دبیر کل سازمان ملل متحد جزئیات زیر را به اطلاعیه کلیه دول در بند 1 ماده 17 ارسال می کند. تاریخ ارجای آن باید در 3 تاریخ میلادی، هجری شمسی و هجری قمری باشد. ماده 25. قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی دارد و باید به تمامی آن به بایگانی سازمان ملل باشد. در آخر مقایسه‌ای خواهم داشت این رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن ذکر شده تبعیض نژادی هیچ ممانعتی ندارد به شرط اینکه تداخلی با دین نباشد و متاسفانه داریم در این روزها میبینیم که تبعیض نژادی همیشه بین افراد هست و
چه قشری که حامی حکومت باشه، همینطور در فوتبال که بازیکن حکومتی داریم که یک دست مزد میگیره و همینجور بازیکنهای دیگه، این تبعیض نژادی هست. ممنون از این وقتی که در اختیارم قرار دادید. سپاس از شما آقا، خسته نباشین. ممنون بابت بررسی این کنوانسیون. همونجور که دوستان گوش دادن، موارد زیاد هست، موادی که بتونیم مقایسه کنیم با کشور خودمون، چون داشته های قوانین اساسی، قانون اساسی که در کشور ما الان موجود هست متاسفانه در حدیه که خب فقط یه سری منفعت خاص رو طرفداری میکنه و متاسفانه هر کس هم بخواد به این موارد اشاره کنه مورد بازجویی قرار میگیره. خیلی از اسناد و کنوانسیون ها هستن که جمهوری اسلامی اونا رو امضا کرده ولی متعهد به اجراشون نیست متاسفانه، و این باعث میشه که روز به روز ما در حال چیزایی خیلی بدی بشنویم. همین امروز، حالا بهتر بود در بحث آزاد بگم، ولی دقیقا همین الان که این خبر رو شنیدم بگم که یه نفر به نام یه جوان دیگه به نام ماهان صدارت در خطره و برای اجرای حکم بردنش رجای شهر، و مثل شکاری عزیز ممکنه خبر اعدامش امشب یا فردا نشر پیدا کنه. خیلی متاسفم بابت این قضیه. آقای احمدی خواهر عزیز، دستتون بالاست، مایک برای شما آزاد، بفرمایید. درود و وقت بخیر خدمت دوستان. نمی‌دونم تبعیض که خیلی هست تو ایران، ولی به نظر اصلا تبعیض بحث نژادی نیست، بحث تفکریه. مثلا ایشون میگه مثلا اون که تو فوتباله، حالا یه بیاد سلوری بخونه هواشو داره، اون که نداره را عزت میماره چه تو فوتبال ساحل، به نژاد ربطی نداره. به نظرم من یه دوستی دارم کرده، صحبت شد گفتش خب خیلی تو ایران نژاد پرستن، ما اصلا نژاد پرست نیستیم، ما ضعیف کشیم. ببینید کسی که نژاد پرسته، حالا با عرف جهانی که مثلا حالا کسی که کشوری که قوی ترن خودشونو بهتر میدونن با اون در نظر بگیریم، کشوری که حالا هر چقدر هم فقیر و ضعیف باشه، اگه نژاد پرست باشه طرف، میگه مثلا چه من مال کشور ایکس ام، با اینکه ضعیف ترین کشور دنیا، هر کی نژاد ایکس داره خوبه. ولی ما چجوری؟ ما میگیم مثلا تو ایران متاسفانه مثلا یه کسی پاکستانی یا افغانستانی میبینیم تحقیر میکنیم، سرکوب میکنیم، مثلا یارو رفته زحمت کشیده کار کرده، یه لباس یا یه ماشین خوب بخره، ما تأخیرش می‌بینیم، تو چرا همچین کار کردی؟ ولی در عوض می‌بینیم یه اروپایی آمریکایی میاد ایران، میاریم خونه ازش پذیرایی می‌کنیم، مجانانه هم بهش سرویس می‌دیم. اصلا نژاد پرست نیست، ما ضعیف کشی. و اینی که اصلا این بحث به نظر من تبعیض نژادی نیستش که تو کشور ماست. هر کی که به سیستم خوب‌تر سرویس بده از حمایت میشه. هر کی که با سیستم مشکلی ایجاد کنه میره. پس تنها چی اصلا چیزی به نام نژاد نداریم. شما حالا هر نژادی که در نظر میگیریم، حالا هر نژادی که شما فکر میکنیم ایران برداره، همون نژاد کافی مزاحم حکومت میشه، از اوش رد میشه. حالا هر نژادی که شما فکر میکنیم مشکل داره حکومت باشه، عدید نژادی یعنی قومیتی، اون بیاد یه ایرادی بذاره و یا یک منفعتی از حکومت رو برعکس منفعت داشته باشه، اونو بولد میکنه. حالا چه میدونم هر تفکری، حتی یه روز مثلا حکومتی که با بهایی‌ها مشکل داره، بهایی‌ها بازش منفعت داشته باشن، مطمئن باش میان دفاع میکنن. یه حکومت خیلی خودفروخته، یه اصلا تفکراتی نداره، فقط میگه من باید بمونم و این من بمونم اصلا هیچ ربطی به نژاد نداره. بنظرم متشکرم. خیلی ممنون آقای احمدی خواب. بله، اینم نکته نظر خوبیه که ما تفکرامون رو درست کنیم و از کوچکترین تبعیض‌ها میتونیم به هر حال جلوگیری کنیم تا این مواردی که به هر حال باعث میشه جون خیلی از جوانهامون در یک حق انسانی که آزادی هست از بین بره. خانم شاه‌صبوری، ما که برای شما آزاده، بفرمایید. عرض ادب و سلام مجدد خدمت همکاران گرامی. الان اون چیزی که ما توی کشور شاهد هستیم، خب این کنوانسیون از سال 1347 شمسی خب امضا شده، ولی ما هم توی این رژیم هم رژیم سابق
میبینیم که به نژاد کرد و نژاد حالا اون منطقه که توی سیستان و بلوچستان بلوچا زندگی میکنن اون مناطق واقعا مناطق محرومی هست، رسیدگی نمیشه. اینه که ما میگیم تبعیض نژادی وجود داشته و داره، به عناوین مختلف نمیذارن رشد کنه. حالا اون برابری نیست، واقعا امکاناتی که حالا توی بعضی از مناطق هست توی اون مناطق دیده نمیشه، برای بعضی از نژادها اصلا وجود نداره. و الان هم که دیگه شرایط واقعا وحشتناکه، یعنی مردمی که اون مناطق از شدت فقر حالا کولبری میکردن، سوختبری میکردن، مجبور بودن اون زمان قبل از این انقلابمون میکشتنشون، الان هم که به خاطر اعتراضات به حقشون که طبق قانون اساسی ماده 27 حق اعتراض دارن، باز هم میکشنشون. دیگه انقدر وقیح شدن که علنن میکشن و علنن هم دارن اعدام میکنن. امروز هم من دیدم که نوشته بودن 60 نفر توی لیست اعدام هستن، یعنی توی روزنامه فارس که وابسته به سپاهه اعلام کردن که 60 نفر توی لیست اعدامن. اینقدر بی‌محابا بدون توجه به خاص مردم، جوامع بین المللی میگن ما کار خودمون رو میکنیم. من مایک آزاد میکنم. سپاس از شما. بله، من یاد نوید افکاری هم افتادم که حتی خیلی از سیاستمدارهای دنیا، حتی یه جمله آقای ترامپ گفت دست از سر این جوان بردارین و نکشیدش، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد. و این قضاتی که ما توی قوه قضاییه داریم فقط مجری یه سری دستورات امنیتی کشورن. همون قضات یک آخوندها و روحانیانی هستن که تعلیم دین میدن و بعد از اجرای حکم متاسفانه همین شکاری هم یکی مثل احمد خاتمی میاد تشویق میکنه و تقدیر میکنه از قوه قضاییه به خاطر اقتداری که داره در قبال جوان ها. مگه جوان 23 ساله مگه چجوری شما میترسین از یه جوان 23 ساله؟ مگه چیکار این میخواد بکنه؟ مگر چیکار کرده؟ به قول شما اسم انقلاب سال 57 آوردین. خیلی از مردم ایران اصلا کیسه های شنی یا اسلحه داشتن جلوی حالا پهلوی یا سیستم نظامیش قرار میگرفتن، هم اینا کشته میدادن هم اون طرف خیابان رو میبستن، واقعا میبستن. ولی این جوون یه سطل آشغال بخواد آتیش بزنه، خب زده، شور جوونیه. اگر به قول یکی از این روحانیان اهل تسنن، فکر کنم آقای مولوی بودن که سخنانشون امروز داشتم گوش میدادم، میگفت که مگه هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره برای اینکه این جوونو حالا ما بگیم که کار بدی کرده، خیابونو بسته یا یه سطل آشغال آتیش زده، هیچ راه دیگه وجود نداره که این جوان رو بتونیم به صحبت بکشونیم یا مثلا بهش بگیم که آقا مثلا این راهش درست نبوده که شما این کار بکنی. حتما گزینه اول و آخر باید اعدام باشه. و خیلی هم دنبال همین بنده خدا روحانی هستن که مثل یکی دیگه از روحانیان که دیروز کشتنش، این بنده خدا آقا مولوی رو هم بکشن. امیدوارم زودتر درست بشه. آقای لطفی دستتون بالاست، لطفاً بفرمایید. بله، یه مطلب ببخشید، در مورد همین بحث تبعیض نژادی، ما تو این روزهای اخیر، حالا تو این ماهای اخیر به خصوص روزهای اخیر تو بحث اعدام ها، ما این تبعیض نژادی رو داریم میبینیم. همونجور که آقای احمدی خواه هم گفتن، استفاده ابزاری از اقوام مختلف و نژادهای مختلف داره شکل میگیره. خب تو سیستان و بلوچستان من فکر میکنم تا اونجایی که شنیدم و تو اخبار دیدم تا به امروز بیش از 7-8 نفر رو اعدام کردن، فقط 3 تا برادر رو چند روز پیش با هم اعدام کردن. خب چرا اینها برد نشد؟ چرا اینها گفته نشد؟
چرا اتفاقی میفته که 3 روز اعتصاب، بعد 3 روز اعتصاب تهران میریزه بیرون، بعد یکی مثل آقای محسن شکاری رو میان اعدام میکنن که چه اتفاقی بیفته، بعد بولدش هم میکنن که اینقدر در یه شب به قولی توییت بخوره، اسمش، اسمی که تا الان نبوده، یه دفعی بخواد این اتفاق براش بیفته. خب اینا همه استفاده های ابزاری از تبعیض نژادی، از نوعی راهکارهای استفاده نظامه، از تمام ابزارهایی که میخواد استفاده کنه برای ماندگاریش. این تبعیض نژادی همه تو همه امور، حتی میگم تو بحث مرگ هم دارن اینا تبعیض نژادی میکنن. هیچ واقعا این دوستان همشهریان، هموطنان سیستان و بلوچستانی ما، مانند هموطنان کرد ما، واقعا دوچار از هر لحاظ، از هر نظر دوچار مشکلن، از هر نظر دوچار تبعیض شدن، قرار گرفتن. تا پیروزی باید دووم بیاریم و بعد از پیروزی مطمئنن روزهای خوبی در انتظار این استانهای مرزنشین ما خواهد بود. ممنون. خیلی ممنون. منم دوباره این رو بگم که دوستانی که در مورد تبعیض نژادی و اینا صحبت میکنن، کلن تبعیض الان به گونه ای شده که ما هم که داریم زیر سوال میبریم حکومت جمهوری اسلامی رو، زیر سوال میبریم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که تبعیض گونه نوشته شده و یه قشر خاص ازش منفعت میبرن. این مسئله کمک به ما نمیکنه و زمانی باعث کمک به ما میشه که ما هم بعد از گذار از جمهوری اسلامی، بعد از اینکه تونستیم این استبداد دینی رو از کشور خودمون، از مردم، از سر مردم کم کنیم این استبداد رو، خودمونم یه قواعد، یه قوانینی در چارچوب همین کنوانسیون ها بگذاریم. تبعیض نژادی، تبعیض حالا اعتقادی و خیلی تبعیضای دیگه تو کشور ما شاهد بودیم. اینکه الان ما توی دل اروپا میریم وارد یه همایش میشیم که خب در ظاهر ضد نقض حقوق بشر هست، علیه جمهوری اسلامی همایش شکل گرفته، ولی موقعی که من نگاه میکنم به نفراتی که اینقدر با آتیش درون میان از یه سری مسلمون بد میگن، یه سری معذرت میخوام، حرفای رکیک به دین اسلام میزنن یا هر دین دیگه ای رو قبول نمیکنن، آدم ترس برش میداره. ما تا حالا نقض حقوق بهائیان رو صحبت میکنیم، احتمالاً بعد از این کلن تو حکومت بعدی شاید یهو دیدیم که داریم در مورد نقض حقوق کل پیروان ادیان داریم صحبت میکنیم، جوری که باید کشور ما کشور آزادی باشه، هر کس دلش خواست به دینی که دوست داره اعتقاد داشته باشه، به شخصی که دوست داره اعتقاد داشته باشه، در راه اعتقادی که خودش دوست داره قدم بذاره و به راحتی این کار بکنیم. و اگر ما بیایم یک جنبهشو در نظر بگیریم، یک بخششو، الان آلمان مثلا به اسم یه حکومت دموکرات سکولاره، ولی اینجوری نیست، احزاب مسیحی داره. این احزاب مسیحی سالها، همین خانم مرکل عضو لیبرال دموکرات مسیحی آلمان بودن، سالها قدرت رو در دست داشتن. الان تو خیلی از ایالت ها ما میبینیم تا پناهندگان ایرانی مخصوصا تا مسیحی نشن بهشون قبولی نمیدن و این خودش یه سیاسته. اینم خارج از دخالت دین در سیاست نیست به نظر من. و میتونیم ما کشوری داشته باشیم که حداقل چارچوب ها و زیر ساخت هایی داشته باشه که از این تبعیض ها جلوگیری بشه. خب دوستان، میریم سراغ بخش بعدیمون اگر اظهار نظری وجود نداره، و آقای لطفی عزیز میخوان در مورد حواشی تیم ملی فوتبال بگن که در جام جهانی قطر 2022 برگزار شد و ما دیدیم که یه عده‌ای خاص و خیلی عجیب از تیم جمهوری اسلامی، حالا توی فراخوان نوشته تیم ملی ولی واقعا تیم جمهوری اسلامی، طرفداری کردن.
آقای لطفی عزیز اگر تمایل دارید، بله من مایک شما رو باز میکنم، لطفا بفرمایید. بله ممنون از شما. در ابتدا عرض تبریک دارم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر خدمت شما همکاران عزیز حقوق بشری و تمامی فعالان حقوق بشر که در سر تا سر این کره خاکی مشغول اطلاع رسانی به عموم مردم هستند برای اینکه بدونن چه حق و حقوقی رو میتونن داشته باشن و از اونها سلب شده. و همینطور عرض تسلیت دارم خدمت مجدد، خدمت تمام خانواده ها، خانواده هایی که عزیزانشون رو تو این مدت حدودا 3 ماه از دست دادن، مخصوصا اونهایی که ظریف این 4 روز متاسفانه اعدام شدن در سیستان و بلوچستان و های شکاری در تهران. از خداوند برای همشون صبر و آرامش آرزو میکنم. اما حواشی تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی بهتر بگیم به قول شما، قبل از حضور در جام جهانی شروع شد. از ابتدا هم مشخص بود حضور این تیم در مسابقات جام جهانی قطر در چنین فضایی بدون حاشیه نخواهد بود. البته که حواشی تیم بعد از تعطیلی لیگ و آغاز اردوی آماده سازی بازیکنان آغاز شده بود، اونجا که 1 روز قبل بازیکنان تیم فوتبال استقلال در حرکتی نمادین هنگام بالا بردن جام قهرمانی خوشحالی نکردند و با داغ دیدگان حوادث اخیر ابراز همدردی داشتند. این حرکت نمادین و بازیکنان استقلال با استقبال هواداران و برخی بازیکنان تیم رقیب هم همراه شد. در این بوره زمانی همه رو منتظر بودند برای واکنش بازیکنان تیم ملیمون به حوادث اخیر. پیش از اون هم در برخی از رویدادهای ورزشی دیگه ملی پوشای بسکتبال ایران، والیبال نشسته، فوتبال ساحلی و حتی کشتیگیران تیم ملی هم اقدامات نمادین مشابهی داشتند و در اعتراض به وضع موجود یا شادی نکرده بودند یا سرود نخونده بودند. در چنین شرایطی همه منتظر بودند بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران چه کار میکنند. چنانچه قبل از جام جهانی در بازی دوستانه مقابل تیم ملی نیکاراگوئه به جز 2 نفر هیچ کدام از بازیکنان با سرود همخوانی نکردند و گروهی از کاربران فضای مجازی این کار رو همراهی ملی پوشان با اعتراضات توصیف کرده بودند. عدم همراهی و همخوانی با سرود ملی واکنش سیاسیون رو به همراه داشت. حمیدرضا ترقی از چهره‌های شاخص اصولگرا درباره این حرکت ملی پوشان گفته بود از فوتبالیست‌ها ضمانت بگیرید سرود رو بخونن، ورزشکاران جوایز سنگین رو از نظام میگیرن اما تحت تاثیر دشمنن. همچنین احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این باره گفته بود بازیکنان به قدری شعور و فهم دارن که وقتی گلی زده میشود و ملت به پاس آن خوشحالی میکند خود را در خوشحالی مردم شریک بدانند و سرود ملی را بخوانند. اگر بازیکنی فهم درستی از این صحنه و میدان ندارد، ضرورتی ندارد همچنان در تیم ملی حضور داشته باشد. اگر بنا به بی احترامی باشد، آن بازیکن و بازیکنان شایستگی پیراهن تیم ملی را ندارند. این اولین و جدیترین حاشیه تیم ملی در راه آماده سازی برای حضور در مسابقات جام جهانی بود. اما حواشی زمانی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد که ملی پوشان به دیدار رئیسی رفتند و تصاویری از آنها در فضای مجازی منتشر شد. تصاویری از تعظیم کردن برخی بازیکنان که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت کشور واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و خیلی ها از آنها گلایه کردند و معتقد بودند حالا که فرصتی به دست اومده چرا هیچ کدوم از اونها حرفی از مردم و شرایط این روزهای کشور نزدن. اما این فقط شهروندان عادی نبودن که به حرکت ملی پوشان واکنش نشون دادن. برخی از بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال هم واکنش نشون دادن. آقای نامجو مطلق در صفحه خودش نوشت این تیم ملی ما نیست. امیرحسین صادقی بازیکن اسبق استقلال گفت فرصت خوبی است که 3 روز انسان باشیم، شاید خوشمان اومد.
پرحاشیه ترین واکنش مربوط بود به آقای یحیی گل محمدی. ایشون در صفحهشون نوشت: برای بازیکنان تیم ملی این بهترین فرصت بود که صدای مردم داغ دیده و مظلوم رو به گوش مسئولان برسونن، ولی توی درس معرفت نمی‌شود بیشتر از صفر به شما داد. این استوری یحیی گل محمدی واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت و باعث شد باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه‌ای حرکت اون رو تقبیح کنه و 30% از قراردادش رو در کمیته انضباطی کم کرد و گفته شده اون به دادسرا نیز احضار شده. چه در آن یک ساعت دیدار گذشت بماند، چیزی که مسجل بود این برنامه گذاشته شد تا فاصله بین مردم و این تیم انداخته بشه تا در این شرایط حساس موجب وخیمتر شدن اوضاع نشه و صدای اعتراضات به بیرون کمتر درج کنه. این بازی سیاسی را افتاد تا از دو جهت نظام جمهوری اسلامی بهره برده باشه. تعظیم کردن علیرضا بیرانوند و روزبه چشمی و خوششخصی امیری خیلی برای مردم گرون تموم شد، تا جایی که اون حس عشق به نفرت مطلق رسید و مردم با آرزوی باخت‌های مفتزهانه اونها رو راهی قطر کردن، رفتنی که از ابتدا شاید اشتباه بود. بعضی ها معتقد بودن حضور این تیم در جام جهانی و نشانه‌های اعتراض آنها میتونه صدای مردم ایران باشه. بعضی دیگه هم معتقد بودن نرفتنشون بهترین اعتراضه. هرچه که بود رفتن و مردم نام تیم ملی رو از اونها گرفتن. هیچ کس نمیگفت تیم ملی ایران، میگفتن تیم جمهوری اسلامی. بازیکنان این تیم زمانی به قطر رفتن که هنوز کیان پیرفلک کشته نشده بود و پرویز برومند و سروش رفیعی دستگیر نشده بودند و اتفاق و مشکلی براشون پیش نیامده بود. بازیکنان و کادر فنی خیال میکردن بعد از حضور در قطر حواشی دست از سر اونا برمی‌داره و میتونن خودشون رو برای حضور در مسابقات جام جهانی آماده کنن. اما حواشی از همون روز اول به سراغ تیم اومد و یکی از خبرنگاران انگلیسی در کنفرانس خبری از کارلوس کیروش سرمربی تیم پرسید: حضور در کشوری که مردم اون معترض هستن چه منفعتی برای شما داره؟ کیروش هم به این خبرنگار پاسخ داد: خودت چقدر گرفتی که این سوال رو از من میپرسی؟ چقدر پول به من میدی که این به این سوال پاسخ بدم؟ کیروش که قبل‌ترها در ذهن و قلب مردم جایگاهی داشت به یک باره شد مهره رژیم و در پست‌های مردم در لباس آخوندی نمایش داده شد. این کنفرانس نشان داد روزهای پرحاشیه تیم ملی در خطر هم ادامه داره. حضور بازیکنان فوتبال در قطر همزمان بود با دعوت چهره‌های مهم فوتبالی ایران به قطر برای تماشای مسابقات جام جهانی. علی دایی، علی کریمی، مهدی مهتوی‌کیا و جواد نکونام، چهار پیشکسوت فوتبال ایران، به احترام مردم داغ دیده ایران از حضور در قطر انصراف دادند. انصرافی که واکنش گسترده میان کاربران فضای مجازی داشت و یک دو قطبی حول محور بازیکنان تیم ملی فوتبال شکل گرفت. عده‌ای در دفاع از ستارگان پیشین پست و استوری گذاشتن و عده‌ای با انتشار عکس‌های دایی و کریمی کنار چهره‌های سیاسی نوشتن این بازیکنان هم حکومتی‌اند. اعتراض اونها نوع خیانت ملی قلمداد شد، ولی هر چه بود جایگاه این عزیزان در پیشگاه مردم عزیزتر شد. حواشی ریز و درشت به قدری زیاد بود که هر روز شاهد تولید یک حاشیه برای تیم ملی فوتبال بودیم. یکی از این حواشی استوری ایمان صفا بازیگر ایران صدا و سیما بود که در پیج خودش نوشت: چند روز پیش زنگ زدن که صدایتان را ضبط کنیم و برای تیم ملی آرزوی موفقیت کنید. امروز هم زنگ زدن یک استوری بگذارید و برای تیم ملی آرزوی موفقیت کنید، 10 میلیون هم میدیم. اگر این تیم ملی متعلق به مردمه، پس چرا برای آرزوی موفقیتشان پول پرداخت میکنید؟ مردم دغدغه‌های مهمتری از فوتبال دارند. ظاهرا این پیشنهاد به چند سلبریتی و هنرمند دیگه هم شده بود که نشان دهنده نگرانی‌های مقام‌های رسمی از این دو قطبی ایجاد شده حول محور تیم ملی فوتبال بود. اما بعد از فوت کیان پیرفلک، کودک ایزهی و انتشار همزمان فوتوشاپ های خندان بازیکنان تیم، حواشی تیم ابعاد ویژه‌ای پیدا کرد. بسیاری از کاربران با انتشار همزمان عکس های الکساندر زینچنکو بازیکن تیم ملی فوتبال اوکراین که بعد از شنیدن خبر حمله روسیه به اوکراین برای مردم کشورش گریه می‌کرد، در کنار عکس های خندان بازیکنان تیم ملی فوتبال حرکت بازیکنان تیم رو تقبیح کردند. این موضوع
بعد از مصاحبه علیرضا جهانبخش با خبرنگاران تشدید شد. جهانبخش در این مصاحبه اولویت خودش رو نه دغدغه مردم که بازی‌های تیم ملی توصیف کرد. اون گفت تمام تمرکز من و همتیمی‌های من این است که موفق باشیم. از بچگی عاشق این بودیم که پیراهن تیم ملی رو برتن کنیم. شما راجع به شادی بعد از گل پرسیدید. این یک مسئله شخصی است و هر بازیکنی شادی متفاوتی دارد. معترضان که این مصاحبه را نوعی توجیه قلمداد می‌کردند، عکس فتوشاپ خندان بازیکنان تیم ملی را به شکلی خون‌آلود منتشر کردند و آنها را شریک اتفاقات به وقوع پیوسته در ایران می‌دانستند. کار به جایی رسید که طرح‌هایی درست شد و در آن از بازیکنان انگلیس خواسته بودند برای پیروزی تلاش کنند. اونها به بازیکنان انگلستان لقب شیر بچه ها داده بودند، لقبی که تا قبل از آن به بچه های تیم ملی ایران گفته می شد. در مقابل هم کاربرانی با بازنشر صحبت های مادر مهدی طارمی که گفته بود از پسرم خواستم گلهایش را به شهدای شاهچراغ و شهدای مدافع امنیت تقدیم کند به حمایت از تیم ملی پرداخته بودند. کاربر دیگری هم با هشتک تیم ملی نوشته بود ما داشتیم کنار هم و در امنیت زندگی میکردیم تا اینکه یک عده شعار دادن زن زندگی آزادی، که البته این پیام های دو طرفه، هم موافقین هم مخالفین. عکس های بازیکنان ایرانی واکنش سلبریتی های محافظه‌کاری مانند پرویز پرستویی رو هم برانگیخت تا او با انتشار پستی بنویسد قبل از شروع مسابقات به مردم کشورتان هم باختید، تماشاچیان ایرانی هم تشویقتان نخواهند کرد. هوشنگ گلمکانی منتقد فیلم و سردبیر مجله فیلم امروز به این عکس ها واکنش نشون داد و در صفحه شخصی خودش نوشت گاهی که در نقد فیلم ها درباره ابتذال و مبتذل می نوشتیم برخی از خوانندگان می پرسیدند مبتذل یعنی چه و مصداق ابتذال چیست؟ بفرمایید. ابتذال یعنی این، یک کمدی و شوخی لوس و بدساخت در موقعیتی تراژیک. تمامی این حواشی ها نشان میداد تیم ملی در سخت‌ترین دوران حضورش در جام های جهانی به سر میبره. فضا به قدری دو قطبی شده بود که تیم ملی ایران چه میبرد چه میباخت انتقاد فراوانی رو میشنید. شاید این هم از خواص جامعه امروز ایرانه که برد و باخت در اون به اندازه یک تراژیک به یک اندازه تراژیک و غم انگیزه. حقیقت اونه که در هیچ دوره‌ای هیچ کس حق حمله به تیم ملی رو نداشت، زیرا در مقابل اونها طیف وسیعی از مردم قرار می‌گرفت که حامی تیم‌های ملی بودند، حامی تیم ملی بودند. اما به شکلی عجیب اتفاقاتی رخ داد که این بار خود مردم ایران دل خوشی از این تیم نداشتند و احتمالاً این نخستین بار و آخرین بار بود و هست که مردم ایران برای رقیب دعا می‌کردند. احتمالاً این تخت‌ترین دوره‌ای که تاکنون وجود داشته. از یک سو اخبار جام جهانی اهمیت کمتری یافته بود و در اولویت چندم مردم قرار گرفته بود و از سوی دیگر شرایطی پیش اومد که هم برد و هم باخت برای جمهوری اسلامی درد سرساز می‌شد. هرچند صحبت از میدان ورزشی است، اما باخت در مقابل انگلیس و آمریکا چیزی نبود که خوشایند مقامات جمهوری اسلامی باشه. در صورت برد هر مشکل جدی پیش آمد، اما اگر بازیکنان شادی نمی کردن چه؟ در کنفرانس خبری یک روز قبل از بازی انگلستان کاپیتان تیم صحبتهاش رو اینگونه آغاز کرد به نام خداوند رنگی کمان. او از طرف تیم به مردم و خانواده های داغدار تسلیت گفت و ابراز همدردی کرد و گفت تمام تلاشمون رو میکنیم تا شما خوشحال بشید. فارغ از اینکه خوشحال شدن مردم در این روزها به تلاش ربطی نداشت و نداره، بلکه یک جور شرف میخواست. رژیم میدونست جریان اعتراضات در این مسابقات در قطر نیز دست از سرشون بر نمی‌داره و از همین جهت تمام هماهنگی لازم رو با دولت قطر انجام داده بودند و قول همکاری گرفته بودند. تماشاگران ایرانی که خودشون رو به قطر رسونده بودند با ممانعت و برخورد ماموران امنیت ورزشگاه‌ها و سطح شهر مواجه شدند. بعد از پشت سر گذاشتن تمام مشکلاتی که قطر براشون پیش آورده بود، از گرفتن تیشرت‌های با اسم مهسا امینی و شعار زن زندگی آزادی و پرچم شیر و خورشید، خلاصه هر نمادی که نشانی از اعتراضات ایران رو داشت، تا حتی جلوگیری از شعار دادن اعتراضی و خلاصه یک نیروی سرکوب هم رژیم توی قطر رو انداخته بود تا صدایی بیرون نیاد.
خودشونو به ورزشگاه رسونده بودن. البته که اوضاع خیلی خرابتر از این حرفا بود. مسئله به معترضین ایرانی ختم نمیشد. همه خبرنگاران و رسانه‌های دنیا منتظر بودند تا علی‌رغم تمام محدودیت‌های موجود در قطر برای خبرنگاران، خبرهای ایران را تهیه و گزارش کنند. کارگردانان تلویزیونی بازی‌های ایران نیز کاملاً همراه بود با جمهوری اسلامی و تصاویر مردم معترض را که با هر ترفندی موفق شده بودند نمادی با خودشون به داخل بیارن، به نمایش بذارن رو نشون نمیداد و اما تصاویر مربوط به اعتراضات مردم از شبکه‌های مجازی پخش می‌شد که یا خودشان و یا دوربین‌های خبرنگاران کشورهای دیگه تهیه کرده بودند. در تمام سه بازی ایران اتفاقات رقم خورد و در بعضی موارد نیز تعدادی از استادیوم اخراج شدند یا دستگیر شدند. حواشی خارج از استادیوم و داخل استادیوم بسیار بود. مشاجره بین مخالفین و موافقین نظام، چه روی سکوها، چه قبل و بعد از بازی‌ها و خارج از ورزشگاه‌ها به تصویر کشیده شده و در فضای مجازی پخش می‌شد. روز بازی ایران و انگلیس رسید. همه منتظر بودیم تا بدونیم چه واکنشی رو می‌بینیم. در ابتدای بازی بازیکنان سرود نخواندند و این خود یک اتفاق مهم بود برای رسانه‌ها. تمام رسانه‌ها با آن پرداختند. حتی تا بازی بعدی هم درباره اون صحبت می‌شد و چهره‌های سیاسی و ورزشی داخلی و خارجی در این مورد اظهار نظر می‌کردند. از یک طرف فشار روانی تا ثانیه اول شروع بازی و از طرف دیگر شعارهای بیشرف بیشرف از روی سکوها و ترکیب بد کیروش و مصدوم شدن بیرانوند از همان ابتدا تیم رو متلاشی کرد و تیم جمهوری اسلامی بازی رو با نتیجه 6-2 واگذار کرد. فیلم هایی که در حین بازی و بعد با هر گل در فضای مجازی چه داخل چه خارج از ایران به اشتراک گذاشته می شد نشون از خوشحالی مردم داشت و در پایان بازی هم کلی خوشحال بودن از بابت باخت به انگلیس و البته صورت غرق در خون علی بیرو. این خوشحالی ها نه از ته دل بلکه به دلیل شکست سیاست های رژیم بود که ورزش رو نبرده بونی برای پیشبرد اهدافش کرده بود. پیام های همراه عکس بیرانوند پخش شد که نوشته بودن طعم خون چگونه است. تعدادی نوشته بودن آه مردم بود و اون رو نتیجه خوشرخصیش می دونستن. بازی بد و سردرگم همه تیم خود گواه همه چیز بود. به زعم کارشناسان این تیم خودش نبود. اونها به لحاظ روحی اصلا آماده نبودن و نتیجهش آن بود که دیدیم. این بازی از لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی خیلی با اهمیت بود. اهمیت این موضوع از تیتر روزنامه صبح روز بعد کیهان کاملا مشهور بود. نوشته شده بود ایران 2، انگلیس، اسرائیل، اختشاشگران و غیره. 6. کیروش هم که کم در روز بازی در برابر تماشاگران ادا در نیاورده بود بعد از بازی تمام تقصیر رو به گردن مردم انداخت و گفت نیاد استادیوم. فردای اون روز سریعا جلسه در قطر تشکیل شد. دیدار سجادی و تراج و چند نفر دیگه در قطر حدس و گمانهایی رو در بر داشت و نتیجه آن جلسه در بازی بعدی در هنگام خواندن سرود مشخص شد. بازیکنان با کراهت و با اجبار زمزمه کردند. کاملا مشخص بود اتفاقی افتاده و این قابل پیش بینی بود. فشار رسانه‌های خارجی و بازتاب بازی اول و حواشی روی سکوها و خارج از استادیوم همه و همه رژیم رو تحت فشار گذاشته بود و راه حل بیرون رفت از آن برد بود. اونها محکوم به برد بودند و این گونه شد. فارغ از نتیجه به دست اومده تو بازی با ولز به شخصه در یک دوراهی گیر افتاده بودم. نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. مخصوصا با اشکای مادرم که بعد از بازی وقتی بیرون رفته بود و دیده بود بسیجی‌ها لباس شخصی‌ها و ماموران چگونه می‌رقصن و شادی می‌کنن، غم عالم به دلش نشسته بود. حتی بعد از اعتراض کلی توهین شنیده بود. بیشتر ذهنم رو درگیر کرد. حرف دل مادرم و اشکاش شاید نه، شاید که نه، حتما حرف دل همه مادران داغدار بود. تصاویر رقص و پایکوبی بر روی سقف ماشین‌های سرکوب با لباس‌های فرم نیروهای ضد شورش و بسیجی و لباس شخصی ها که عمدن شادی میکردن تا نمک روی زخم بپاشن و غصه مردم رو بیشتر کنن و نفرت از تیم ملی رو در دلهای ما بنشونن که موفق هم بودن، ولی اینها همه ما رو خشمگین‌تر و مصمم‌تر کرد تا عزممان را جزم کنیم برای قیامی که شروع کرده بودیم. حواشی بازی دوم هم روی سکوها همانند بازی اول برقرار بود. اسمای علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری، فریاد زده میشد و پرچم ها، پلاکارد ها و تیشرت هایی که به داخل راه پیدا کرده بودند بعد از به نمایش در اومدن توسط نیروهای مستقر به دستور رژیم جمهوری اسلامی جمع آوری می شدند.
در این میان تصاویر اشخاصی در بین تماشاگران پخش شد که آسی حاکی از ارسال تماشاگران نما به قطر بود، نیروی سرکوب که حالا باید نقش هوادارم بازی میکرد. جمهوری اسلامی که در زمین خودش بازی رو در حال باخت میدید برای ظاهرسازی تعدادی رو به قطر فرستاد تا جو استادیوم رو به نفع خودش برگردونه که البته تا حدودی موفق بود. در پایان بازی فیلمی از مصاحبه حسینی پخش شد که گمانه‌زنی های مربوط به جلسه قطر رو قوی تر کرد. یک خبرنگار از اون درباره بوریا غفوری پرسید و حسینی با نگاهی به شخص لباس شخصی در کنارش و پس زدن میکروفون خبرنگار توسط اون شخص، حسینی رو مجبور کرد یک جواب بی ربط بده. این شخص تقریبا تک به تک اعضای تیم رو از زمین بازی ترخکن همراهی کرد و اجازه مصاحبه نمیداد. شادی و خوشحالی تیم و مربیان، مخصوصا کیروش، در بعد از بازی با ولز در شرایطی که کردستان و سیستان و بلوچستان زیر آتش گلوله بودند و شرایط بسیار وخیم و حادی در ایران حاکم بود، دل مردمان ایران رو بیشتر از قبل زخمی کرد. درد این زخم اما خیلی بیشتر از درد ساچمه و گلوله پینتبال و باتوم و غیره بود. شاید اگر مراعاتی میشد مردمان با عشق ما کمی غمشان آرام میگرفت و متاسفانه این گونه نشد. رامین رضاییان بعد از گلی که زد عکسی از او گرفته شد که خود گویای حال همه ما بود. غمگین خوشحال، نمیدونست بخنده گریه کنه، مثل همه ما. اون گلش رو تقدیم کرد به مردم و از اونها پوزش خواست و آرزو کرد شاید کمی حالشون خوب بشه. بازخورد این برد و خوشحالی تیم جمهوری اسلامی در قطر و در ایران در فضای مجازی بازخوردهای متفاوتی داشت. اهالی هنر با نقدی تند به اونها پرداختند. روزها به سرعت سپری شدند و اعتراضات و سرکوب هر روزه در ایران به نوعی و در قطر به گونه‌ای دیگه توسط جمهوری اسلامی انجام می‌شد. بازی با آمریکا رسید. در روز قبل از بازی در صفحه اینستاگرام فدراسیون فوتبال آمریکا، این فدراسیون در یک اقدامی اعتراضی و برای همبستگی با مردم ایران، نماد میانی پرچم جمهوری اسلامی را حذف کرد و پرچم سرنگ برای نام ایران گذاشت. در پی این اقدام فدراسیون فوتبال با ارسال ایمیلی به فیفا خواستار تذکر و برخورد جدی با فدراسیون فوتبال آمریکا شد که بعد از مدت زمانی کوتاه نماد و عکس پرچم جمهوری اصلاح شد. این اولین حاشیه این بازی بود. آن روز اما روزی حساس بود در تاریخ فوتبال برای ایران و جمهوری اسلامی. چرا؟ چون قسمت اول ایران مربوط آن روز اما روز حساسی بود در تاریخ فوتبال برای ایران و جمهوری اسلامی. بله، دو بخش، یکی ایران یکی جمهوری اسلامی. چرا؟ چون قسمت ایران مربوط به مردمی بود که در حال رقم زدن انقلابی بزرگ و تاریخی بودند و هستند و قسمت دوم جنبه سیاسی و مربوط به حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی بود که با استفاده از تمام آنچه داشت تلاش می‌کرد تا همچنان بماند و دزدی و جنایت کند. اگر می‌برد به مرحله بعدی راه به مرحله بعدی می‌رفت و این اولین بار بود که صعود می‌کرد و خب همین باعث می‌شد یکم شرایط تو ایران تغییر کنه و رژیم از این موقعیت به نفع خودش سوء استفاده می‌کرد و این اصلاً برای انقلاب ما خوب نبود. و اگرم می‌باخت برای رژیم گرون تموم می‌شد، چرا که هر دو بازی سیاسی رو به انگلیس و آمریکا باخته بود و کلی حالشون خراب می‌شد. در شروع سرود خواندن اما تقلق بود و کاملا همراهی نشد. حواشی روی سکوها همچنان ادامه دار بود. جریان بازی به گونه‌ای بود که این حس منتقل می‌شد که نمی‌خوان خواست رژیم بشه. خلاصه شد اونی که مردم می‌خوان و به صلاح همه بود. ایران باخت و از جام جهانی کنار رفت. غمگین‌ترین آدم خوشحال بودم. چقدر حس بدی بود. دخترم پرسید بابا چرا اینجوری می‌کنی؟ چرا هم دوست داری ببره هم نه؟ نتونستم جواب بدم. فقط گفتم نمیدونم. ولی برای آزادی شماها باید ببازه. این حس رو خیلی هامون تجربه کردیم. بعد از بازی خیلی ها خوشحالی کردن و این به خاطر باخت نبود. به خاطر حال بدی موضوعا و سرکوبگران و اون کسایی بود که نقشه داشتن برای سوء استفاده از این برد برای سرکوب بیشتر مردم. و این از کاریکاتورهای قبل و بعد از بازی در دنیای مجازی کاملا مشخص بود. خلاصه که ما خوشحال بودیم و یک قدم به پیروزی نزدیکتر شده بودیم. این باخت ها همیشه بوده و هست و همیشه ناراحت کننده است. ولی باخت خامنه ای و دار و دستش خیلی چسبید و آلات. اونم جلوی آمریکا و انگلیس. فردای بازی با آمریکا تیم برگشت.
ولی با بیمهری مردم مواجه شد، همانند بیمهری در زمان بدرقه. فقط تعدادی از خانواده های بسیجیان و مزدوران به استقبال رفتند و خبر رسید به عنوان جایزه حواله واردات ماشین هم گرفتن و خب قیمت خودشون رو مشخص کردن. جام جهانی 2022 برای تیم جمهوری اسلامی و این بازیکنان تمام شد و این آخرین باری بود که جمهوری اسلامی و بسیاری از آن بازیکنان در جام جهانی شرکت میکرد و این بسیار لذت بخشه. حالا اما همه از یادمان رفت و ذهنمان درگیر انقلاب خودمان است. فقط در پایان باید بگوییم هواداران ایرانی فوتبال در دو جام جهانی معنای متفاوت را از حسرت تجربه کردند. اونها که روزگاری در روسیه برای از دست رفتن توپ طارمی در بازی با پرتغال اشک می‌ریختند، حالا پس از شادی بی‌پایان بازیکنان تیم جمهوری اسلامی گریان بودند. مردمی که بعد از گذشت نزدیک به 3 ماه از خیزش انقلابیشون عزیزان بیشماری رو به خاک سپرده بودند، از طرفداران چند آتیشه تیم ملی گرفته تا سارینا و کیان تا عاشقانه دورتموند رو دنبال می‌کردند، همه به خاک سپرده شده بودند. هوادارانی که درخواست عجیبی از ملی پوشان نداشتند، نه باخت و حذفشان را می‌خواستند، نه ذلت و خاری و تحقیرشون رو. اونها تنها می‌خواستند بازیکنان ملی پوشان واقعی برای ایران باشند و در روزهای غم و عزای مردم در ایران نه سیاه پوش بلکه صداشون باشن. امری که میتونست حتی پس از برد سزاوارانه برابر ولز با کمی فروتنی بازیکنان محقق بشه. دست کم با خوشحالی نکردن بخشی از درخواست مردم توسط بازیکنان تیم ملیشون محقق میشد. روزهای پاییز امسال ما به سختی و همراه با غم و غصه و خشم و کینه در حال به پایان رسیدنه و زمستون سختی تو راهه. تمام روزها و شبهای این زمستون برای ما میتونه تا سالهای سال یادآور لحظات انقلابیمون باشه، لحظات مبارزه با رژیم سر تا پا فاسد و جنایتکار که تمام دلخوشیهایمون رو گرفته و زندانی به اسم ایران و در زندانی به اسم ایران محبوسمون کرده. ولی ما امید داریم به بهار که بعد از زمستان میاد. این آخرین زمستون جمهوری اسلامی خواهد بود و در بهار آزادی ما یاد تمام این غمهایمون رو زنده نگه میداریم. ممنون از شما که گوش کردید. خوشحال میشم اگر نقدی و صحبتی از بشنوم و تا پیروزی. مایک رو رها میکنم. سپاس آقای لطفی، خیلی احساسی و خوب بود سخنرانی شما. دوستان دست بالا کنن. آقای شایگان عزیز بفرمایید. شما بگید نظرتون تا بعدا منم مشارکت داشته باشم. بفرمایید شاید. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران و امیدوارم که ایام به کامتون باشه. جناب آقای لطفی، اول که ممنونم که متن رو آماده کردیم، ولی با تمام احترام من میخوام مخالفت کنم با متنی که شما نوشتین، به این دلیل که اصلا تو شرایط امروز فوتبال کمترین و بی اهمیت ترین موضوعی است که من بخوام دنبال کنم. شما خودت منو میشناسید و میدونید که چقدر فوتبالی هستم، ولی تو این جام جهانی من حتی یک بازی رو هم ندیدم، نه توی 3 ماه در واقع اصلا هیچ فوتبالی رو من مشاهده نکردم، چون اصلا نمیتونم مشاهده کنم. حالا اینکه چند تا بازیکن چه کاری کردن نکردن، همین امروز آقای امیر نصر آبادانی از فوتبالیستای ما حکم محاربه بهش دادن و محاربه هم که یعنی اعدام، ولی متاسفانه هیچ کدوم از این بچه‌های تیم جمهوری اسلامی یا دیگر فوتبالیستا حتی یک استوری هم براش نذاشتن. بنابراین چه دلیلی داره اصلا راجع به اینا بخوایم فکر کنیم یا اصلا در موردش صحبت کنیم که تو جام جهانی تو قطر چه اتفاقی افتاد یا نیفتاد، یا بعد از هر بازی چه اتفاقی افتاد یا نیفتاد؟ به نظر من اصلا اهمیت نداره. موضوع خیلی مهمتر هست، این که بپردازیم به ورزشکارانی که در حال حاضر متاسفانه تو حبس هستن و براشون حکم داره صادر میشه. خیلی از ورزشکارا، حالا من اسمشون رو یادم نمیاد، همین امیر نصر آبادانی من یادم بود و خیلی دیگه
همین پسر کاراتکار که حالا اسمشو من الان نمیدونم یادم رفت چیه، بیشتر به نظرم به اونا میپرداختیم خیلی بهتر بود، به پردازیم یعنی خیلی بهتره تا اینکه به اون چند تا آدم جیر و خور هستن، هیچ اهمیتی نداره. به هر حال ممنونم. مرسی آقای شایگان از اظهار نظرتون، ممنون که مشارکت کردین. جناب احمدی خار شما رو میشنویم، بفرمایید. روزتون بخیر مجدد. این از دید من برعکس هم میشود از این قضیه استفاده کرد. شما نمیدونم سال 88 هایی تو خیابون بودی حکومت عملا هیچ کاری نتونست بکنه. چرا؟ چون که تعداد افراد خیلی مثلا 3 میلیون نفر رو نمیشه تحت هیچ حالتی اصلا نیروی نظامی جمعش کرد. مثلا اگر برعکس مردم یه مقدار هوشمندانه بودن و تیم ها نکرد خوشحال باشن این کار رو کردن، میداشتن کار عادیشو میکرد، اساس هر بورد میریختن تو خیابون. آیا 3 میلیون 4 میلیون میتونن جمع کنن؟ اینا همیشه میان پیش دستانه میکنن جاهایی که مثلا پتانسیل جمع شدن مردم داره، قبلش نیرو میزن. اگه نیرو افراد خیلی زیاد بودن نمیتونستن جمع کنن، غالبا خیلی واسه خودشون مشکل سازتر میشد که حالا ما مثلا بیایم بگیم آقا ما فوتبال دوست نداریم و اینا حکومتی بودن. یعنی یه فرصت خیلی خوبی بود که تجمع میلیونی بشه و حالا دوستان بتونن حالا برنامه یه اعتراض درستی انجام بدن و یه اقدام درستی انجام بدن. یه فرصت طلایی به نظرم که دست رفت. درست کارشون خوب نبود، کارشون ضد بشری بود، ولی میتونستیم از همین کار ضد بشری اینا یا بی تفاوتی بازیکن‌ها استفاده کرد، یه بهره برداری خیلی قشنگی کرد. زمانی که 50,000 نفر 30,000 نفر جمع شدن کلی نیرو خالی میکنن، یه وقتی مثلا سر تا سر ایران باشه نمیتونن نیروی خالی کنن، جلوی این حجم نیرو رو بگیرن و میتونستن یه برابردی خیلی بهتری بکنن از اینی که حالا عکس‌العمل مستقیم نشون داد، شد یه عکس‌العمل غیر مستقیم نشون داد، یه نتیجه بهتری کرد. متشکرم. ممنونم، نظرات خیلی متفاوته. چیزی که مهمه اینه که درک از این مسائل به هر حال کسب بشه. من یادم که نمیاد ولی یه مقاله خوندم در مورد جام جهانی 1986 که آرژانتین توی اون جام قهرمان شد، یه دیکتاتور داشت اون آرژانتین و حتی تحلیلگران میگفتن که اگر اون تیم آرژانتین قهرمان نمیشد شاید این دیکتاتوری کمتر طول میکشید، چون اعتراضات شدید بوده اون سالها و این فوتبال کمک کرده به ادامه دار بودن دیکتاتور. برخی از گفته های آقای شایگان رو میپسندم، اما بایدم به این قضیه نگاه کنیم که چند میلیون دلار، شایدم آره کمتر، ولی ایران پول داد، جمهوری اسلامی پول داد به قطر برای همین چیزا. یعنی اصلا آدم اجیر کرده بود از پاکستان، از بنگلادش. این مطالب رو ما ننشستیم پای فوتبال ببینیم، اینا رو توی رسانه های مختلف اجتماعی، توی یوتیوب هست، توی کانال های مختلفی مثل کانال کوچه که واقعا تعبیرهای خشنگی انجام میده، نشستیم دیدیم، پیگیری کردیم، دیدیم که آدم هایی رو میفرست. اصلا نگاه کنید سلبریتی ها چقدر پول خرج کردن تو جام جهانی برزیل، بلند شدن رفتن تیم رو تشویق کردن چون احساس میکردن احتیاج به حمایت داره، با اون مخارج سنگین تا برزیل بری خیلیه، ولی این قطر که کنار دستمونه هیچ کدوم از سلبریتی ها رو ندیدم من یا نشینم تو اخبارها که بخوان پیگیری کرده باشن. این درسته، درست اینه که آقای علی کریمی دعوت میشه به کشور قطر برای اجلاس فوتبالی، ولی میگه من مسئله مهمتر از فوتبال دارم. و در هر صورت میگم گمان زنی هایی هم بود توی بازی قبلی ایران برابر لبنان که ایران باید میرفت لبنان همراهی کنه، میگفتن بازیکن‌ها پول‌های عظیمی رو جابجا کردن و این قصد فقط قصد بازی تدارکاتی نبوده، بلکه ایران میخواسته که این پول‌ها رو، یعنی جمهوری اسلامی میخواسته این پول‌ها رو به دست مقامات سوریه و لبنان برسونه، مثلا حزب الله. کسی تایید نکرد، کسی هم آنچنان مدرکی نداشت، به خاطر که خب موقعی که دو تا کشور همسایه بخوان
یه همچین تبادلاتی انجام بدن خب خیلی راحته، مقامات میخواد از همدیگه خبر داشته باشن تا بخوان این اتفاقات بیفته، خیلی سری و تر و تمیز این رو انجامش میدن، اصلا هم کسی آگاه نمیشه حالا چجوری این خبرها بیرون درس کرده دیگه بمونه. خب نظرهای شما رو هم شنیدیم در مورد سخنرانی آقای لطفی، بازم ازتون تشکر میکنم آقای لطفی که برخی از این نظرها نسبتاً حالا باید در موردش فکر کرد. خانم رهایی مایک برای شما آزاد، بفرمایید. تشکر جناب حسن‌زاده و ممنون از آقای لطفی عزیز. دقیقا همونجور که خودتون هم گفتین آقای حسن‌زاده، متاسفانه این فوتبال یه نمیدونم تمام دیکتاتوری ها از این استفاده میکنن، حالا آرژانتین بود و فکر میکنم خودتون اطلاعات دقیق تری هم باید داشته باشین، آلمان هم همینطور که زمان هیتلر هم برای اینکه حالا دوام داشته باشن از فوتبال استفاده کردن و میکنن، حالا جمهوری اسلامی هم نمونه شه که داره همچین کاری میکنه و یه جورایی حالا این بازیکنانی که اجیر شده و یه جور نیروی سرکوب محسوب میشن در اصل، شاید اسمشون بازیکن فوتبال باشه ولی اجیر شده و مهره های سرکوب هم محسوب میشن. خب کسی که هیچ نمیتونه احساسات مردمش رو در نظر بگیره و با روح و روان، وقتی مردم توی داغن، توی عزادارین و خون جوانها داره ریخته میشه، عکس‌های آنچنانی میگیرن، یه جورای مهره‌های سرکوب، این که با روح و روان مردم داغ دیده بخوام بازی کنن، میتونیم اسمشون رو اینجوری بذاریم. و حالا امروز هم که روز جهانی حقوق بشره و دیدیم که یکی از این مهره هاشون مهدی ترابی در توییتی که برای محسن شکاری، جوانی رو که با 23 سال سن حالا اعدامش کردن به خاطر که فقط یه خیابون رو بسته بود، حالا این همه داریم میبینیم که کسایی هستن که این همه سال جنایت کردن، حالا خیلی اسامشون زیاده، توسی هست، نمیدونم قاضی مرتضویه، هیچ کاری باشون ندارم، ولی یه جوانی رو که فقط آزادی رو میخواست، خیابون رو بسته بود، اعدامش کردن، اومد توییتی زد که چطور جنایت شاه چراغ، البته شاه چراغ هم خب میدونیم که توسط خودشون انجام شد، اون جنایت نبود، ولی اعدام جنایتکاران ترویج، یعنی یه توییتی که اصلا واقعا شرم داره که آدم بخواد حتی عنوانش کنه، یعنی اینا حس میکنم یه جورایی اجیر شده و یه جور مهره سرکوبن که با روح و روان مردم بازی کنن و مردم داغدار رو عصبانی کنن. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتی، من مایک رو رها میکنم. متاسفم اینو میشنوم، من نمیدونستم، خیلی ممنون خانم رهایی که گفتین، ولی این مهدی ترابی خودفروخته کسی که به هر حال نظام داره پیگیریش میکنه، کم و بیش کسانی که تو ورزشن خودشون میدونن، مگر بهتر از مهدی ترابی نداشتیم تو ایران و یا توی بازیکنهای دیگه که بخواد، مسلماً امثال اینایی که خود فروختن از قبل مشخصه، اصلا آقای طارمی در موردش بخونید خانوادهش چی کاره بوده. یه شبکه هست خب خیلی هم استفاده میشه ازش، ورزش3.com، این شبکه ورزشیه، حالا بیشتر فوتبالی ولی خب توی حاشیه ورزش های دیگه هم هست، خبررسانی میکنه اینا. این شبکه 3 عجیب سنگ مهدی طارمی رو به سینه میزد، عجیب، یعنی هر وقت این ببخشی شبکه نه ورزش 3 سایت ورزش 3 عجیب، موقعی که یه مطلبی رو از یکی از ورزشکاران مینویسه، موقعی که شب و روز دنبال چجوری بند کفشش رو میبنده، چجوری توی بازی شرکت میکنه، مسلمه که حمایت میخواد بکنه، میخواد به شکلی حمایت کنه، فقط کافی، حالا علتش هم ندونیم، فقط کافیه اینو بدونیم که کسی که جمهوری اسلامی داره ازش طرفداری میکنه حتما یه موردی وجود داره، حتما یه حالا به هر حال صلاحی هست که از ایشون طرفداری بشه. خب نمونهش هم دیدیم، خیلی با صدای بلندم سرود ملی رو میخون، کاش امثال روزبه چشمی، رامین رضاییان که گل زدن، کاش به قول آقای لطفی
اونجوری که ما دیدیم اون خوشحالی رو انجام نمیدادن. کاش که بچه های روی نیمکت حداقل. حالا شور و هیجان بازی یه طرف، ولی آدم باید اولویت بندی کنه، مهم کدومه، مهمتر کدومه. شما سه تا باختن میبردین کسی کارتون نداشت، شما سه تا اصلا هرچی گل میزدین خوشحالی نمیکردن. الان توی لیگ همین جوری بود، توی لیگ که داشتیم نگاه میکردیم بچه ها هیچ کدوم خوشحالی نمیکردن، یا خبرهاش، یا اصلا توی ورزش سه که نگاه کنید ویدیوها رو میبینید هیچ کدوم خوشحالی نمیکردن، دستاشون به نیت حالا اعتراض یا عدم خوشحالی بالا میآوردن. کاش بچه های تیم ملی هم اینجوری بودن، منها اینکه میدونیم که سردار آزمون هم خیلی تحت فشار رسانه ها و مقامان امنیتی جمهوری اسلامی بود. خانم شاه‌سرانی، مایک برای شما آزاد، بفرمایید. بله دقیقا همینطوره. من تشکر میکنم از جناب آقای لطفی برای سخنرانیشون و همینطور که فرمودید اون چیزی که مردم را اینقدر عصبانی کرد شادی اصلا بی حد و حصر بازیکن‌ها بود موقع گل زدن. ولی خب میخواستم اشاره کنم به اینکه حالا صحبتی نشه در مورد تیم ملی و اصلا بهشون اهمیت ندن مردم، به نظرم صحبت بشه خیلی بهتره. همین صحبت ها بود که اصلا جوامع دیگه تعجب کرده بودن چطور میشه اینقدر ملت متنفر بشه از تیم ملیشون و این نفرت رو، درجه نفرت رو از نظام نشون میده که هر کسی بخواد حمایت کنه از نظام یا طرف اونا وایسه و مقابل ملت باشه مورد نفرت مردمه. این چیزیه که واقعا برای بعضی از کسانی که حالا خارجی هن و شرایط ما رو درک نمی کنن نمیتونن متوجهش بشن و همین صحبت ها باعث میشه که خب مردم بیشتر بدونن که چقدر ایرانی ها از این سیستم فاسد متنفرن. ممنون، من مایک رها میکنم. سپاس از شما خانم شاه‌سرانی. خب دوستان الان میرسیم به بخش پایانی جلسه‌مون، بحث آزاده. خب ابتدای بحث میخواستم یه خبر به شما بدم. خب میدونید که امروز روز 10 دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر، روزی که حالا اعلامیه جهانی حقوق بشر که ما سنگشو به سینه میزنیم به عنوان فعال حقوق بشر، داریم تو کانون کار میکنیم و نشر میدیم اون ایده هایی که پشت این اعلامیه بوده. باید بگم امروز توی پایتخت نروژ شهر اسلو یه اجلاس برگزار شده که جوایز نوبل رو حالا توی بخش حقوق بشر، اصطلاحاً جایزه صلح نوبل رو اهدا کردن به سه نفر از اوکراین، روسیه و بلاروس، و دو تا خانم روی سن اومدن و یه آقا که این آقا از کشور روسیه صاحب یک ارگان حقوق بشری بوده که خیلی تلاش میکنه، خیلی هم تحت فشار دولت پوتین قرار میگیره، اما به هر حال اطلاع رسانی های ایشون به مردم کشور و اینا باعث شد که صلح نوبل رو ببره. یه وکیلم از بلاروس، یه آقایی که خانومش به نیابتش این جایزه رو دریافت کرد، و همچنین یه خانم جوان از اوکراین. این سه نفر به طور مشترک جایزه صلح نوبل امسال رو دریافت کردن امروز. خب نظر من اینه که در مورد بحثی که حالا گذاشتیم، حق اعتراض کم و بیش توی کانون خیلی بحث شده در موردش، ولی مناسبت تاریخی که امروز داره، خب من به این نکته اشاره میکنم که خب مخصوصا تاریخ معاصر یه درس آموزندهی برای همه ما ایرانی ها هست. خب نظر من اینه که اگه بی توجه باشیم نسبت به این وقایع تاریخ معاصر کشور خودمون یا دنیا، دوچار هم ریاکاری ها و فریب ها و دروغ هایی میشیم که قبلا هم بوده و ما به خاطر که حالا اطلاع کافی از اون نداریم متاسفانه
دچار بازیچه دست سیستم های استبدادی و به هر حال خودکامه میشیم. ببخشید. خب بد نیست که بدونیم، یادی بکنیم از دیکتاتور کشور شیلی، یه شخصی بود به نام آگوستو پینوشه، خب همه میدونن در موردش خوندیم، یه کودتای نظامی انجام داد در دهه 1970 میلادی، احتمالاً 1973 بود که این کودتا رو انجام داد و سالوادور آلنده رو از قدرت برکنار کرد و خودش به عنوان یه رئیس جمهور خودخوانده معرفی کرد و 17 سال روی این مسند نشست. از ابتدای این کودتا خیلی از کسانی که اعتراض کرده بودند و توی زمینه‌های مختلف آزادی بیان و عقیده دچار نقض حقوق شدند، زندانی شدند و حتی معترضان به سیستم استبدادی را بعضی هاشون رو حذف کرد و از بین برد، کشتشون. این پینوشه خب یه دایره ولایتی برای خودش به هر حال تشکیل داده بود، یه سری وفاداران داشت، به هر حال کودتا که نمیتونه تک نفره اتفاق بیفته، یه سری وفاداران داشت که حتی حق اعتراض سیاستمداران و تعدادی از مردم شیلی که آگاه بودن نقض کرد حق اعتراضشون رو و متاسفانه همین وفاداران پینوشه رو یک آدم بزرگ با تجربه و دارای تدبیر میدونستن. خود این وفاداران غافل بودن از اینکه پینوشه حدود 27 میلیون دلار اختلاس اقتصادی کرده بود و موقعی متوجه میشن که خیلی دیره، سال 2004 این وفاداران به پینوشه متوجه میشن که اصل قضیه فساد اقتصادی بوده، نه اینکه حکومت سالواتور آلنده مشکل داشته باشه. ایشون دیدی داشته برای رفاه شخصی، برای اینکه از مردمش، از سرمایه های کشورش استفاده کنه برای یه سری فساد اقتصادی. خب حالا این مطلبم گفتم فقط به خاطر اینکه توی همچین روزی، یعنی 10 دسامبر سال 2006 تو سن 91 سالگی درگذشت. ولی همین پینوشه یه جمله‌ای داره که خیلی معروف هم هست، اتفاقا جملهش پینوشه میگه تنها راه حل مسئله حقوق بشر فراموشی است. یعنی شما به هیچ عنوان نمیتونید، یعنی تفسیرم شده، تحلیلگرا از این جملهش خیلی تفسیر کرده بودن که شما هر چقدر تلاش کنین نقض حقوق بشر به هر حال به خودی خود یا توی همه کشورها اتفاق میفته، ولی تنها راهش، حالا اینجوری که ایشون نوشته بود، فراموشی. خب من برمیگردم به کشور خودمون ایران. ما دیدیم و شنیدیم توی این چند وقته از مهر ماه که این اعتراض ها شروع شد، چه جوانهایی توی خیابون متاسفانه مورد ضرب گلوله‌های مستقیم قرار گرفتن، به شدت سرکوب شدن، چه شهرهایی به بهانه قومیت‌های مثل کرد مورد حمله تانک‌ها و نفربرها قرار گرفتن. آخه مگه مردم دست خالی چه تانکی یعنی چی دستشون هست، چه اعتقادی دارن که شما باید تانک رو بیاره، غیر از این که شما یه رعب و وحشتی بین مردم بخوای ایجاد کنی؟ تانک نقشش چی میتونه باشه به جلوی معترض کنن؟ نقشش به جز این که بعدم شما یه عده افراد رو اجیر کردین، با پول اجیر کردین، با اعتقاد کاذب که طرف بیاد توی آمبولانس شلیک کنه به مردم، طرف بیاد توی پشت ماشین ضد شورش بشینه و با ماشین دنبال نفری باشه که تو خیابونه. خب این فیلم ها رو که آدم میبینه واقعا نمیتونه خودشو کنترل کنه و بی احساس از این قضیه رد بشه. جوانهایی داریم 20 ساله، 19 ساله، 22 ساله، الان بهتون گفتم آقای ماهان صدارت رو حکم اعدامش رو صادر کردن و ایشون رو برای اجرای حکم بردن رجای شهر کرج. خانوادهش چه حالی دارن الان؟ یه جوان 22 ساله چه امنیت ملی رو میتونه ایشون نقض کرده باشه که نمیدونم
امیدوارم که حالا این اعتراضا به شکلی بشه که نتیجه ریختن خون و از بین رفتن جون این جوانها رو ما ببینیم و این جمهوری اسلامی با تمام داشته‌هاش چه خارج از کشور چه داخل کشور نابود بشه و جاش یه حکومت به هر حال دموکرات و سکولار داشته باشیم، بتونیم واقعا تصمیم مردم و رأی مردم رو توی این حکومت ببینیم. دوستان اگر میخواییم مشارکت کنید لطفا دست بالا کنید، در مورد حداقل روز جهانی حقوق بشر اگر مطلبی هست بفرمایید. خانم شاهسوانی در خدمت شما هست. در مورد حالا حقوق بشر، همجوری که شما فرمودید، هیچ کشوری نمیتونه ادعا کنه که به صورت 100% حقوق بشر رو رعایت میکنه، ولی اون چی که مهم هست قانون اساسی یک کشور هست که میتونه اجازه بده به افرادش که تا چه حد از آزادی ها برخوردار باشن. متاسفانه قانون اساسی خودمون رو که ما نگاه میکنیم واقعا بیشتر جاهاش همین ماده 27 قانون اساسی رو اگه نگاه کنیم نوشته حق اعتراض در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشه. خب این مبانی اسلام چیه؟ کی اومده اینو تعریف کرده؟ خب این به صورت خیلی ریاکارانه و فریبکارانه یه همچین اصطلاحاتی رو استفاده کردن تو قانون اساسی که هر موقع هر جوری که خودشون دوست داشته باشن اونو تفسیر کنن. الان ما میبینیم که مردم خب حق اعتراض دارن، اعتراضشون هم فوق‌العاده مسالمت‌آمیزه، حتی گهگاه فقط را میرن اعتراضات سکوت دارن. همین 19 آذر من دیدم تو دانشگاه شهید بهشتی دانشجوها را میرفتن دست میزدن، زیرش هم نوشته بود که نیروهای حراست هم دنبال اینا هستن. خب با توجه به این قانون اساسی همین اعتراضات مسالمت آمیز و ما داریم میبینیم که یه مارک مخل مبانی اسلام بهش میچسبونن و هر جور که دوست دارن به صورت فوق‌العاده سلیقه‌ای رفتار میکنن. به نظر من مهمترین چیز حالا بعد از گذر از این نظام، مهمترین چیز همون قانون اساسیه. قانون اساسی باید باشه که حامی حقوق شهروندی و آزادی مردم باشه. قانون اساسی نباید به صورت یه جاهاییش به صورت نوشته بشه که بعضی ها بعضی از اقشار بتونن ازش سوء استفاده کنن و به نظر شخصی خودشون اونو تفسیر کنن. من مایک رو رها میکنم، بقیه دوستان هم نظراتشون رو ارائه بدن. سپاس از شما خانم شاهسوانی. جناب شایگان عزیز، مایک برای شما آزاد، بفرمایید. ممنونم آقای حسن‌زاده، خسته نباشید. درود مجدد خدمت همکاران. همونطور که شما فرمودین، خانم هانا آرن یک جمله‌ای داره که میگه قدرت و خشونت مثل دو کفه ترازو هستند تو حکومت‌های توتالیتر. هر چقدر قدرت اون حاکم بیشتر باشه خشونتش کمتره و هر چه قدرت ضعیف‌تر باشه خشونت بیشتر خرج میدن. تو جمهوری اسلامی ما داریم اینو می‌بینیم، یعنی تو همه حکومت‌های دیکتاتوری این بوده که هر زمانی که به ضعیف‌ترین حالتشون میرسن خشونت بالاتری رو به خرج میدن. الان هم که ما داریم می‌بینیم که شما فرمودین که چرا تانک میبرن یا سلاح‌های غیر متعارف، به خاطر اینکه خب تو ضعیف‌ترین حالتن. در نتیجه پیروزی دور از دسترس نیست، بنابراین باید خیلی امیدوار باشیم که خونهای جوانان اون پایمال نخواهد شد. اما در مورد اعتراض، همونطور که خانم شاه‌سوانی هم گفتن، حالا اون اصول قانون اساسی که وجود داره، اولا که خب چون مبانی اسلام توش هست کلن همه چیز رو نقض میکنه، یعنی بنابراین اون اصول قانون اساسی هستن یه نوشته روی کاغذه، هیچ وقت اجرا نخواهد شد هرگز، مگر اینکه برای حضرات
خوشایند باشه دیگه. بنابراین قانون اساسی آینده هم قطعا باید فراگیر باشه، همه شهروندان رو در بر بگیره و حقوقشون رو رعایت کنه و الزام به عمل خیلی مهمتر. یعنی باید دولت هایی که میان سر کار، حالا به انتخاب مردم، باید به قول معروف عمل کنن به اون قانون دیگه. در واقع در هر صورت فعلا من صحبت کوتاه میکنم که دوستان مشارکت کنن تا بعد. ممنون از مشارکت شما آقای شایگان. خانم رهایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ممنون از وقت دوباره که به من دادین. حالا طبق ادامه گفتار خانم شاستوانی، درسته، یعنی من حالا توی توییتر یه کاربری هست که خیلی جالب چیزایی که می نویسه و اینو اشاره کرده بود که یه چند تا اصل قانون اساسی خود جمهوری اسلامی رو گذاشته بود و نوشته بود که حالا یا ما چشامون مشکل داره یا اینا اشتباه تایپیه که و این همه سال خودشون هم متوجه نشدن. یکیش اصل 23 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که تفتیش عقاید ممنوعه. اصل 24ش میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است. اصل 30 آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسط رایگان است. اصل 32 هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و در صورت بازداشت ظرف 24 ساعت دلایل باید به صورت کتبی به وی ابلاغ شود. اصل 33 هیچ کس را نمیتوان تبعید کرد مگر به حکم قانون. اصل 36 حکم به مجازات تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 38 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. اصل 49 دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس را گرفته و به صاحب حق رد کند. یعنی وقتی همین چند تا رو میخونی، یعنی اصلا اینقدر فکر رو مشغول میکنه که این مال کدوم کشوره؟ اینا مال خود کشور ایران، مال جمهوری اسلامیه یا برای یه جای دیگه نوشتن؟ البته من یک نکته رو اشاره کنم که این اصول رو فقط برای یه عده خاص، شاید 5% تا 10% همون بسیج، سپاه، خانواده‌های خودشون، چرا اجرا میشه، ولی تقریبا باید بگم که 95% که شامل ایرانیان و مردم ایران هستن توسط اینا گروگان گرفته شدن و هیچ اصول و قانونی برای مردم کشور اجرا نمیشه. این اصول رو فقط برای خودشون دارن اجرا میکنن. الان داریم بیشتر از 3 ماه میبینیم که میگیرن. الان محسن شکاری تیگه 10 روز اصلا با عقل جور در نمیاد، بدون هیچ دادگاهی، فقط به جرم بستن خیابون اعدام بشه. اینو اصلا تو واقعا مخیره آدم نمی گنجه و من نمیدونم که اینا رو برای کدوم کشور نوشتن. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم خانم رهایی. راستش جهت اطلاع و یادآوری، خب پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کشور فرانسه همراه هواپیمای خمینی وارد ایران شد و یه تیم خاص نشستن این پیشنویس رو تغییراتی توش دادن. ببینید سیستم دیکتاتوری خمینی حتی کسانی رو نداشته که کامل به قول شما این مواد رو بخونن، یه جوری تغییرات توش ایجاد کنن که بتونن روزگاری. همین پینوشهی که من مثال زدم، قبل از اینکه از کار برکنار بشه خودش میدونه چی کار کرده، یه سری قوانین رو گذاشت. ببینید موقعی که خانم شاه‌سوانی میگه کاملا درک میشه که شخصی و سلیقه‌ای داره جلو میره یه مملکت، پینوشه همین کار کرد. قبل از اینکه از مقامش کنار بره به هر علتی، یا احساس میکرد که چه موجی علیهش هست، اومد یه قوانینی گذاشت که مسئولیت شامل حالش بشه و کسی نتونه محاکمش کنه. خب توی سیستم ها و سامان های
به هر حال دیکتاتوری خودکامه کاملا همینجوره. شما میبینید که اون روز اون نفر میخوابه، صبح بلند میشه یه خواب بد میبینه، طبق خواب بدش میاد یه قوانینی میذاره برای بقیه، برای من و شما. آیا خودش هم به این قوانین پایبند هست؟ نه خیر. شما 2 ماه بعدش 3 ماه بعدش میبینید همون چیزی که خودش نوشته رو نقض میکنه. خب مسلمه دیگه، لزومی نداره طرفدار این شخص باشی، دیگه لزومی نداره که پیگیرش باشی ببینی آیا این طرف خودکامه است، دیکتاتوره یا نه. خب این سیستم متاسفانه هست، تو کشور ما هم هست و خمینی خودش جلو رسانه‌ها گفت که خودعه ما به خرج دادیم برای این قضیه. حالا در مورد این صحبتی که خانم رهایی فرمودن که چرا واقعا دارن این کشتار رو انجام میدن، از همون روز اول اصلا حالا هر کی اعتراض میکنه اینا فکر میکنن که با زدن تو سر و مغز و کشتنشون مردم میترسن دیگه ادامه نمیدن. الان این اعدام سریع و دستپاچگیشون برای اینکه اعدام کنن محسن شکاری هم رو همینه، فکر میکنن حالا اگر یه تعدادی رو اعدام کنن همه میترسن میرن دیگه بیرون هم نمیان. همینطوری که حالا 40 ساله که با همین روش تونستن حکومت استبدادی خودشون رو پیش ببرن، الان هم دیگه نه، دیگه باید بدونن الان دیگه اون موقع نیست، گذشت. انقدر نفرت مردم و مشکلات مردم زیاد شده که دیگه اصلا هیچ کس تاب و تحمل این سیستم رو نداره. رو همین احساس دیگه نمیتونن. حالا امروز هم گفتم که خدمتتون یه لیست 40 تا 60 نفره روزنامه فارس داده بود که اینا هم تو صفحه اعدامن. خب حالا فکر میکنن که اینا رو بنویسن و این کارا رو بکنن، مردم دیگه، حالا دانشجو هم دیگه بیرون نمیان، مردم هم میگن خب باشه ترسیدیم. نه متاسفانه از اول اینا اشتباه رفتن و الان هم دارن با این کاراشون اشتباهاتشون رو رنگ‌تر میکنن، اشتباهات جبران ناپذیری دارن میکنن، وضعیت خودشون رو روز به روز خرابتر میکنن، هم برای مردم هم در دیدگاه های جوامع بین المللی. میگم که هر روز که میگذره وضعیتشون افول بیشتری میکنه. ممنون. من مایک رو رها میکنم. سپاس از شما خانم شاستانی. آقای احمدی خواب میشنم شما رو، بفرمایید. وقتتون بخیر مجددا. ببینید بحثی که میکنیم برای قانون اصلا خود قانون قوتش یه طرف اینی که بعد سریع و روشن باشه و واگذارش نکنیم که یکی بتونه تفسیرش کنه. وقتی که میان میگن مخالف قانون اسلام نباشه، همون اصلا شما میگید مخالف موازین اسلام نباشه، اون موازین اول شفاف بنویسیم بعد بذاریم. بدتر از اون اینی که قانون ضمانت اجرایی داشته باشه، یعنی قوه قضاییه مستقل برداشته باشه، نکنه منافع من نوعی که قوی ترم وقتی درش نقش داره بیاد به نفع من رأی بده. می‌بینید وقتی این قوه قضاییه میاد میگه مثلا آقای محسن شکاری اعدام میکنن، حالا درست و غلط خاک مشخص هستن چیه غلطه، ولی خب ما می‌بینیم 3 تا اشغال سفارت داشته جمهوری اسلامی. اگر یک خیابون بند آوردن و حالا یک اشتباهی که یه نفر زخمی بکنی، بالاخره کار انسانی نبوده، یه نفر زخمی کرد، اگر این مستحق اعدامه، پس اونایی که اون ریختن تو سفارت عربستان سفارت آتیش زدن یا سفارت انگلیس یا سفارت امریکا، اونا مگه یه بدتر از این قضیه هستیه؟ شما بیا یه خیابون رو ببندی تا یه سفارت آتیش بزنی، خیلی تفاوت می‌کنه. چرا هیچ کدومش حتی یه دونه تو گوشی نخورد، حتی 24 ساعت بازداشت شد، رأی کاری هم شد بردنشون پشت، بهش شکلات و چلو کباب دادن، گفتن بشین اینجا تا آبو از آسیاب. یعنی اینی که یه سیستم قوه قضاییه مستقل نباشه همین میشه دیگه، رهبری و میگن همون قانون اساسی که شما میگین اصل 3 که میخونی کم مونده دیگه، تمام اختیارات ایشون میرسه آقا ایشون خداست، حالا لطف کرده اومده پایین چند سالی بالا سر ما باشه. حتی اینقدر دستش بازه میتونه قوه قضاییه رو تو مشتش شده باشه، در اصل محسن شکاری رو قوه قضاییه ادامه نمیکنه، دستور سریع خامنه ایه.
که اینطور که ایشون زمانی که اومدن قانون مطبوعاتو بذارن، صبح که جلسه بود تو مجلس، قبل از که مجلس جلسش برگزار شه حکم حکومتی فرستاد، یعنی حتی اجازه نداد یه قانونی تصویب شه، خبرگان رهبری خبرگان چیز مجلس چه شورای نگهبان ردش کنه، یعنی این فرصت حتی نداد به شورای نگهبان قبل از اینکه ایشون شورای نگهبان چیز کنه و اصلا این قانون برگزار چیز نشه، بررسی نشه. چرا؟ چون که ایشون دنبال این بودش که آقا کسی بهش توهین هم حتی نکنه، میگم این بدبختی اینه که ایشون حس خدایی داره. کلا این قانون برای چی بود؟ هر کی به رهبری توهین کنه 3 سال بره زندان. اصلا کلا قانون هم شفاف نیست، هم قوا قضاییه مستقلی بود. و حالا راه بسیار ان شاءالله که به ما برسه، ما ببینیم که شفافیت قانون باشه و یه قوا قضاییه مستقل. متشکرم. در تایید حرف شما آقای احمدی خواه باید بگم که شفافیت هست. کتاب قرآن مبانی که حالا کتاب قرآن نمیشه گفت 100% تمام اون نوشته هاش مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی میشه یا نه، ولی کسانی که این سیستم شیعه رو به وجود آوردن که یک عده خاص بیان از این کتاب برداشت شخصیشون رو در قالب قانون به خورد مردم بدن، این مشکله. کتاب قرآن تنها کشوری که حالا دارتش ایران نیست، خیلی کشورهای عربی زبان آفریقا، خیلی کشورهای حتی اروپایی و آمریکایی هم دارن اعتقادایی و مردمی که طرفدار این کتاب هستن. چرا تو اون کشورها این اتفاقات نمیفته؟ چرا مبانی رو به این شکل وصل نکردن و اینقدر مهم نکردن این کتاب رو که بخواد توی کشورشون دخالت شدید داشته باشه؟ هست قوانین اسلامی واقعا توی بعضی از کشورهای مثل اندونزی و مالزی و حتی امارات که این همه طرفدار داره، امارات باعث به هر حال همین قطر جام جهانی دیدین که زد زیر همه چی و قوانین گذاشت برای بانوانی که تو خیابونا قطر میخوان حرکت کنن باید پوشش داشته باشن و فیفا هم نتونست کاری بکنه، فیفا نمیتونه کاری بکنه و البته نمیصرفه که مقابله کرد و جام جهانی رو کنسل کرد به خاطر این قوانین، چون پول زیادی داره گردش میکنه توی جام جهانی هم برای فیفا هم برای اون میزبان، برای همین نمیتونه بزنه زیرش و قطر تونست از این سوء استفاده کنه و اتفاقا به نظر من بهتر شد تا بشناسن قوانینی که بر پایه یک دین نوشته میشه میتونه چجوری عمل کنه و حتی شما رو هم توی منگنه قرار بده. خانم شاسبنی بفرمایید. بله دقیقاً. خب قوانین حالا اشاره کردید مثل قوانین قصاص که چقدر واقعا وحشتناکه. اون کشورهای اسلامی هم که حالا ما میبینیم که باز آزادترن به قوانین آنچنان پایبند نیستن و اونا رو مو به مو توی جامعه استفاده نمی کنن. یه حالا صحبتی هم شد در مورد اینکه برای محسن شکاری گفته بودن که یه نفر رو زخمی کردن، چطور این همه رو اینا کشتن؟ بالغ بر 470 نفر فقط اسامی در اومده که البته من فکر میکنم خیلی تعداد بیشتر از این هاست، حالا بعداً مشخص میشه. چطور این همه کشته شد هیچ کس اون قاتلای این افراد بیگناه و دادگاهی نکرد؟ بعد برای یه نفر که حالا خواسته از جون خودش دفاع کنه، یه نفر رو زخمی کرده، حکم اعدام دادن، واقعا اصلا شرم‌آوره. یعنی مفتزهانه است اصلا صحبتهایی که میکنن و حکمایی که صادر میکنن، اصلا آدم میمونه همینجوری. دقیقا همینطوری که آقای احمدی خواه فرمودن، نه تنها قوه قضاییه مستقلی نیست بلکه قوه مقننه مستقلی نیست. کجای دنیا نماینده های خود مردم میان توی صحن علنی مجلس اعلام میکنن که معترضان رو هرچه زودتر باید بکشید؟ با معترضان باید، خب شما نماینده مردمید نه نماینده رهبر. یعنی
یعنی میگم همونجوری که آقای احمدی خواه گفتن فقط یه نفر داره مملکت رو میچرخونه و هر سه قوه هم هر آنچه که این آقا بگه همونو انجام میدن. ممنون. مایک را هم میکنم. سپاس از شما. آقای احمدی خواه در خدمتون هست. به نکته خیلی خوبی آقای حسن زاید اشاره کردید. ببینم روز مثلا حقوق بشره خیلی بد بود، میزبانی قطار به قول شما رو یه روشنگیری بعدش هست، ولی نشون داد حالا حالا ما راه داریم. در تیم ملی خود آلمان هست شد، ولی دیدید که اومدن تمام همون شعارهای حقوق بشری که دادن و به خاطر اینکه جام جهانی بمونن ازش گذشتن، یعنی یه بازوبند ساده رو در بازوبان رو بهش ایراد گرفتم. خب ترکی کرده از جام جهانی، یعنی هر کاری هزینه داره، درسته شاید هزینه سنگین باشه، ولی نکنی این طرف خوش محق میدونه. ببینید جام جهانی که یه چیز ساده ای نیستش، دفعه اولی که نیست رخ داده، مشخص همه فرهنگا میان به همه با احترام بذارید. اینکه یعنی چی مثلا قطر میاد میگه بعد به قوانین ما احترام بذارید، قوانین احترام بذارید، من قوانین مغول هم خوب بود یا اون موقع هم قانون نوشته بود، صرف این که یه قانونی رو بنویسید دلیل نمیشه که به حرفه. مثلا بیان میگن آقا مشروب نخورید، کار نکنید، کار نکنید، بابا شما احترام میذارید شما به قوانین ما، اصلا یه ردی کاملی جامعه جهانی به نظر من گره. یعنی چی؟ چون که یه کشور نیست، یعنی یه شهرک ایران هم نیست، 300,000 نفر وطنی داره، این کلا یکیش به قول کشور عربستان چیز قطر یه دونه شبکه تلویزیونی ما 300,000 نفر جمعیت، این بیاد همه باورهای حقوق بشری دنیا رو به سخره بگیره و هیچ کم صداش نیاد در رایه، هر کی صداش هم در بیاد با پول و قدرت خفش کرده. خب مثلا اگه 4 تا تیم میچشینن خودشونو بیرون به چی برمیخورد؟ مثلا چرا ترک نکردن؟ مگه قرار بود مثلا جام جهانی بازگذار میشه اونا مثلا اونو که میخوام برن به اسلام بگردن که آقا بعد بهتون احترام بذارم، مشخص بود چه جور آدمایی میخوام برن، چرا اصلا قبلش نیومدن اون پولایی که گرفتن چیزو دادن، چرا قبلش نرفتن ببینن آقا اصلا مردم میتونن آزاد باشن، چرا مذاکره نکردن، چطور رفتن استادیوم ها رو استاندارداشو مثلا بررسی کردن، چطور امنیت اونجا رو بررسی کردن؟ یعنی نباید میومدن میگفتن آقا این تعداد آدم میخواد بیاد، آیا شما بهشون اجازه میدین آقا طبق قوانین کشور خوش اینجا باشن، یا باید مثلا پوشش فلان داشته باشن، مشروب نخورن، آقا نمیدونم همجنسگرا نباشه، این نباشه، اون نباشه. یعنی از دید من حالا سوای ایران که شما گفتی، یعنی دقیقاً حقوق بشر رو چوب عرج زدن، گفتن آقا مثلا جمهوری اسلامی پول بده ما سرکوب بکنیم، فلانی پول بده تو سرکوب بکن، مثلا بالاخره مطمئناً میلیاردها دلار خزینه شده که بتونه اینقدر سرکوب کنه، به هیچ کشوری ما نداریم که اینقدر راحت بتونه بقیه رو سرکوب بکنه، تازه در ابعاد نظامی و جمعیتی قطر، و هیچ کم اعتراض نکرد. یعنی اعتراض که نمیشه که فقط به لفظ روش، مثلا اگه چه میدونم تیم ملی آلمان یا تیم ملی فرانسه از آلمان فرانسه که اینقدر ادعای حقوق بشریش میشه چی میشد چیزو جام جهانی چیز میکردن میومدن بیرون تحریم میکردن، مثلا ما مثلا خیلی چیزا رو در مورد ایران تحریم میکنن یا خیلی جای دیگه، حالا این تحریم میکردن جام جهانی چیز میشد، مثلا نون شب مثلا فرانسوی یا آلمانی میمون کشته میموندن تو سرما میمون، خیلی خیلی زشت بود. حالا نشون داد پول و انرژی چقدر نقش داره، ما خیلی خیلی فاصله داریم در عمل که نشون میده واقعا چقدر تعهد داریم محصول. آره واقعا همینجوری هست، کم و بیش بودن بازیکن، یکی از بازیکنهای مطرح تیم ملی آلمان انصراف داد از بازی توی جام جهانی قطر، با اینکه توی بازی مقدماتی تیم ملی کشورش رو تو خاک کشورهای اروپایی همراهی کرد، ولی یک ژورنالیست اومد ازش مصاحبه گرفت که چرا شما از تیم ملیت کناره گیری میکنی برای بازی قطر، علتشو گفت به خاطر نقض حقوق بشر و نقض شدید. یه مستندم تشکیل شده توی یوتیوب، یه آقای به میزبانی یک مرد قطری میاد یک تحقیقی انجام میده در مورد جام جهانی و خیلی اطلاعات خوبی، حتی سر میز شام ازشون میپرسه از اون جوونا که چرا خانوماتون نیستن. اگه ببینید این مستند خیلی قشنگه، کوتاه هست ولی واقعا دید به آدم میده. نمیتونن تحریم کنن آقای احمدی خواه،
کار درستمون ژورنالیستی کرد که اومد جلوی آقای سپ بلاتر توی کنفرانس دلار ریخت رو سرش و این کلیپ واقعا دیدنیه چون حرف حقی رو زد. اون ژورنالیست از به هر حال موقعیتی که داشت استفاده کرده بود، وارد اون اجلاس شده بود و قبل از اینکه دوربینا روشن شده بود، قبل از اینکه موجی شروع کنه به برنامه‌ریزی، اومد یه مشت دلار برداشت گرفت رو سر آقای سپ بلاتر ریخت به خاطر که فساد مالیش رو به رخ جهانیان بکشونه و این توی دنیا پیچید. الان آقای اینفانتینو چیکار میتونه بکنه به عنوان یه شخص؟ هیچی. بعد اون فیفا هم همونجور که دوست عزیزمون هم گفت در راستای سیاست باید حرکت کنه. فیفا مگر یه جنبه های خوبش این بود که فشار به فدراسیون فوتبال ایران آورد تا بحث حضور بانوان توی ورزشگاه ها رو حل کنه، بحث اساسنامه رو حل کنه، اساسنامه رو از به هر حال سیاسی ها خارج کنه به این شکل. امیدوارم که حالا توی ورزش قد آگاهی زیاد بشه که بازیکنان ما جهت سیاسی نگیرن. در یعنی واقعا چی مهمتر از حرف مردم و حق مردمه؟ مگر تو پدر مادر خودت نیستن؟ مگر تو خانواده نداری؟ آیا خانواده تو از رفاه برخوردارن؟ از رفاه و آزادی واقعی برخوردارن؟ یا یعنی اینکه به واسطه یه جوانی که حالا قرارداد فوتبالش میلیاردی میارزه، چهار سبا هم با چهار قرون میلیاردی بیان خونه ای ماشینی چیزی داشته؟ نه، اینا واقعا اینا آزادی نیست، اینا خواسته کل مردم نیست. باید به عموم مردم ایران نگاه کنن، به اون کسانی که آب ندارن برای خوردن، باید برن از آبهای کثیفی از این برمان جمع میشه جمع آوری کنن، اونایی که تو سرما میلرزن، اونایی که مدرسه هایی که آتیش میگیره به خاطر که گاز ندارن، از هنوز از نفت دارن استفاده میکنن. اون وقت شما میلیاردها دلار خرج میکنی برای تبلیغت، میلیون ها دلار به قطر میدی که تبلیغ کنه، آدمهای رو اجیر کنه که ضد مخالفان تو عمل کنه. قطر، قطر اصلا دوست نداره که جمهوری اسلامی از ایران خارج بشه. یکی از عامل‌های اصلی که قطر توی سال 2011 و 2012 ثروتمندترین کشور دنیا شد و همون موقع تونست از فیفا این میزبانی جام جهانی رو بگیره، جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی با بی‌لیاقتی تمام، با بی‌لیاقتی تمام از میدان بزرگ 35,000 کیلومتر مکعبی پارس جنوبی نمیتونه اونقدری که قطر داره میکشه و به هر حال استفاده میکنه و ثروتمند میشه، ایران هم استفاده کنه. زیاد حرف زدم آقای لطفی، مایک در اختیار شما. ارادت استفاده کردیم. من یه موردی و بابت همین بحث قوانینی که حالا دوستانم فرمودن خدمت شما عرض کنم. من خب به واسطه اینکه همسرم وکالت خونده در ایران، خب تا حدودی بخشی از قوانین رو خب در جریانش بودم. یکی از مهمترین امروز اتفاقا صحبتش این که بحث همین محاربه و بحث اعدام، حکم اعدام به خاطر ضربه زدن طبق قانونی که تو خود قوانین جمهوری اسلامی هستش، زمانی که یک قتلی صورت میگیره، این قتل اگر دو نفر باشن که این قتل رو همزمان، یعنی دو نفر با هم انجام داده باشن، حکم اعدام میشکنه طبق قانون و زندانی برای جفتشون بریده میشه، اونم نصف نصف. خب چطور میشه که 5 نفر یه نفر رو کشتن ولی برای 5 تاشون حکم اعدام صادر میشه؟ خب این نشون میده که اصلا این قانونی که نوشته شده، همونجوری که حالا آقای احمدی خان فرمودن، به راحتی چون صریح نیستش میشه تعبیر بشه، میشه تفسیر بشه و اون تفسیر دست قانون کسیه که حالا قاضی که اونجا نشسته و میتونه به استناد حالا قانون تفسیر کنه و حکم صادر کنه. تمام اینها نشون میده که خب دیگه اینا واضح میگن هممون واقفیم بهش، تکرار مکررات میشه در بند به بند، ماده به ماده قانون اساسی نوشته شده
جمهوری اسلامی نقض وجود داره و این نقض همین قانون اساسی که حالا سر تا پاش همش نقضه باز رعایت نمیشه، باز داره رو همین قانون هم عملی صورت نمیگیره و داریم شاهدش هستیم که چه اتفاقاتی داره میفته به خاطر یه لغت زدن. دکتر یک جامعه رو این همه زحمت بکشه به خاطر اینکه لغت زده، به جرم لغت زدن حکم اعدام براشون صادر شده، برای همسرشون حبس ابد صادر شده. خب چه میشه گفت؟ روز جهانی حقوق بشره و حقوق بشر حقوق مهمترین اصل حق حیاته که حالا همه بعد ازش استفاده کنن و هیچ حق حیاتی ما در ایران نمیبینیم که مهمترین یه چیز نرمال روتینگیه که بعضی موقع این همکاران آلمانی من میگن برای چی اینجوری میکنن؟ میگن بابا شما چیزی که الان برای شما اصلا اهمیتی نداره، شما راحت میری میگردی زندگیتون میکنی، هیچ چیزی آزادی، هر کاری بکنی آزادی، برای این دارن آدم میمیره، برای اینی که شما برات اهمیتی نداره اونجا میخواد داره جونشو میده که همینو به دست بیاره. درک کنید یه ذره بفهمید چه شرایط بدیه تو ایران. تا پیروزی، ممنون از اینکه وقت در اختیار. ممنون آقای لطفی عزیز. خانم فریده کرمی شیرازی، ممنون از مشارکتتون، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. با درود خدمت شما آقای حسن زاده و دوستان گرامی، خیلی خوشحالم که توی روز جهانی حقوق بشر تو بحثتون شرکت میکنم. امروز روز جهانی حقوق بشره و من بحثم اینه که ما خارج از به دور از هر قومیت، هر نژاد، هر مذهبی، اول از همه باید به دور از این وسط بازی و این مسئله رو در نظر بگیریم که آقا ما مدافع حقوق بشریم. به قول دوستمون که الان گفتن، حقوقای اولی، مسائل اولیه حقوق بشر مثل آزادی‌های فردی، حق حیات، امروز داره از تک تک افراد جامعه ما سلب میشه و ما به عنوان مدافع حقوق بشر باید موضع خودمون رو الان مشخص کنیم. ما مدافع حقوق بشریم و قطعاً با دیکتاتوری حکومت جمهوری اسلامی مخالفیم و قطعاً باید چیزی رو بخوایم که در پی اون آزادی‌های فردی تک تک افراد جامعهمون حفظ بشه، در نظر گرفته بشه و محفوظ بمونه. در نتیجه اگر ما مدافع این هستیم که دیکتاتوری جمهوری اسلامی باید حذف بشه، برانداز نیستیم. ما به هر حال یه هدف سیاسی نداریم. ما به عنوان مدافع حقوق بشر میخوایم که به حقوق اولیه خودشون مردم کشورمون برسن. وقتی اینقدر راحت حکم اعدام صادر میکنن به قول استون بدون اینکه دادگاه واقعی گرفته بشه، برای یه قتل 5 نفر رو محکوم میکنن و به اعدام به چوبه دار میفرستن، مشخصه که حقوق اولیه رو در نظر نمیگیرن. و من اینجا بحثم اینه که ما به عنوان مدافعین حقوق بشر بیایم دست از وسط بازی برداریم و خیلی واضح و روشن به حقوق اولیه مردمون اهمیت بدیم و نه به عنوان یه برانداز، نه به عنوان یه فرد سیاسی، به عنوان کسی که مدافع حقوق بشره بخوایم که حقوق مردممون حفظ بشه. ممنون که من کو در اختیارمون گذاشتید. متشکرم خانم کرمی، به نکته خوبی اشاره کردین. واقعا لفظ مدافع حقوق بشر مسئولیت میاره به نظر من و یکم سنگینی این مسئولیت بر دوش کسانی هست که به هر حال اسم حقوق بشر رو دارن یدک میکشن، سنگ اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به سینه میزنن و خیلی کار سختی واقعا، مخصوصا توی جوامعی که به این شکل مثل ایران که دوچار جمهوری اسلامی شده، علت داره دوچار شدنش و به هر علتی که این جمهوری اسلامی اینجا تشکیل شد تو کشور ما، بهتر که ازش درس بگیره و این نسل جدید هست که داره واقعا درس میده به شاید به پدران خودشون. آقای احمدی خواب بفرمایید. ببخشید هیام بس ادامه پیدا کنم دوستان بخوان استراحت هم، ولی بسیم یه نکته یه بگم. اول سمید صحبت که کردیم درباره کشور قطر، قاعدتا قطر آرزو چی که ایران تو این وضعیت بمونه؟ ببینید برای انتقال گاز ما به این کانتینرهای شناورهایی که گاز منتقل میکنه
نیاز داریم، این تانکرهای گاز. و قطر از این فرصت استفاده کرد که ایران تحریمه، رفته 20 سال پیش خرید کرده، یعنی اون قضیه بود 10 سال پیش که دوستامو 20 سال پیش خرید کرده، حتی اگه ایران تحریماش هم بردارن 20 سال عقب افتاده بره این کشتی‌ها رو بگیره بتونه بفروشه. اصلا کجا معلوم که تا 20 سالی گاز اینقدر اهمیت باشه. یا همین دیروز دیدین که چین رفته عربستان چه شکلی نشون داد که شریک استراتژیک آخونداست، یعنی یک فاجعه است. یعنی آخونده حتی از خود چین هم یاد بگیرن خوبه که میرن قرارداد 25 سال میبندن، چین میاد میگه حتی جزایر رو هم باید برگردیم به دبی، به امارات. یعنی شما نگاه کنین چجوری بهشون خنجر میخوره ولی آگاه نیستن. یعنی همون کشوری که اینا میرن باش قرارداد میبندن میاد تمامیت ارزی ایران هم میاره زیر سوال. قاعدتا همه کشورها به نفع دنبال منافع خودشونه، ولی متاسفانه کشور ما حاکماش خودشون باور دارن که ایران مهم نیست. اینا میگن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمیگن یک کلمه ایران توش نداره، یعنی نیروی نظامی چون اسم ایران روش نداره. اینا اصلا با میگن امت اسلامی، یعنی ایران رو یه جور اشغال شده و یه جور ابزار میبینن. من خودم یه چند تا خرید رفتم همینجا کردم، کالای ایرانی که خب بالاخره تو هر شهری هست، مثلا خجالت کشیدم کش شده 46,000 تومان. یعنی یه نفر که 4-5 میلیون میگیره کلا زندگیش دیگه از گوشت و مرغ و اینا گذشته، کش هم نمیتونه بکنه. یعنی یارو گفتش آقا مثلا برو کش کتاب حساب، یه اصطلاح عامیانه بود، یعنی طرف کش کم نباید بکنه. مثلا فاجعه است، مردم فقر و مشکلات، ولی اینا میگن حجاب، مثلا مردم دردشون حجاب آزادی ها نیست، مردم دیگه اصلا رد دادن. یالا با چی طرف آدم بکشه یا نکشه کشته بشه بذاشت یه اصلا بی‌تفاوت شده. حالا در رابطه با حرفی که آقای لطفی زد، متأسفانه تو قوانین جمهوری اسلامی داریم، قوانین قصاص جمهوری اسلامی، شما اگه 40 نفر 100 نفر هم برن یه نفر رو بکشن، شما اگه ثروتمند باشی میتونی ما به تفاوت دیگه افراد رو بدی اون این 100 نفر اعدام. و اگر مثلا شما قاتل یک خانومی باشه یا آقایی رو بکشه اشکال نداره اعدامش کنن خانم، ولی اگه برعکس بشه یه آقای باشه یه خانمی بکشه، خانواده مقتول و متفاوت بده، متفاوت دیه بده. یعنی حتی انسان‌ها موقع اعدام محاسبه مالی میشه که آقا این ما اینقدر بدیم که اعدام بکنید یا اینقدر ندید، چون که توان مالی نداره نمیتونه اعدام کنه. یعنی اگر خانواده فقیر باشه میتونن مثلا 20 نفر که باهاش مشکل دارن بزنن بکشن، خب اون خانواده نداره ما تفاوت دیگه رو بده، 20 نفر حالا 4 5 سال میرن زندان میام بیرون. یعنی اگر فقیر باشی خونت حلال میشه، ولی اگه پولدار باشی میتونی 200 نفر هم بکشی چون که یه نفر تو کشتن. این درد خیلی زیاده. یعنی اگه بگیم شاید دوستان علاقمند زیاد نباشه، ولی بگی اعصاب آدم بیشتر خوب میشه. مرسی آقای احمدی. اسم قطر رو که میارید یاد حالا خاطرات کاری و برحال نمیدونم شنیدین یا نه، آقای قاسم رستم قاسمی مثل که فوت کردن چون رئیس قرارگاه خاتم الانبیا بودن. کشتی هایی که شما میگید نفتکش های الانجی، قطر سال 2008 و 2009 29 تا کشتی LNG برای صادرات این گاز مایع دریافت کرد. من به واسطه پروژه‌ای که مشابه بود یه ترمینال LNG در شهر کنگان ساخته می‌شد و این کاملا دست سپاه افتاد بدون مناقصه، بدون اینکه اصلا کاری انجام بده، سپاه هم که جنسی خریداری نمی‌کرد، مجبور شدن به جای مثلا 1 میلیون دلار 5 میلیون دلار خرج کنن، مشترک شدن با یه شرکت کره‌ای که این شرکت کره‌ای به اسم کره از بلژیک، ژاپن و آمریکا بتونه جنس‌های مخصوص فلزات مخصوص این در حال مخازن الانجی رو خریداری کنه به اسم کره در نزدیکترین شاپ خودشون یا اصطلاحاً کارگاه خودشون که توی اندونزی بود فابریکیشن انجام بده، یه پیش ساخت روی این متریال انجام بده و بفرسته به ایران. خب کسی دیگه ردیابی نمی‌کنه که این متریال که به اسم کره خریداری شده داره توی ایران نصب میشه.
به واسطه سپاه، و سپاه هم خودتون میدونید چقدر فساد مالی داره، به واسطه این پروژه خیلی فساد مالی خواستن انجام بدن. و اون مجری تر هم، یعنی اون پیمانکار که نه، ولی اون شرکت مادر که این فاز رو در اختیار گرفته بود، ایران LNG، یکی از مقامات ارشدش برادر خانم آقای احمدی نژاد دکتر فرایی بود. و ما میدیدیم که چجوری توی جلسات آبروی ایرانی ها رو میبرن. حالا مثال نمیخوام بزنم، ولی تمام این خاطرات برای من زنده است، چون این آمارها رو اونجا من شنیدم. قطر 29 تا کشتی بزرگ LNG از کره جنوبی سفارش گرفته بود و تحویل گرفته بود و از همون سال 2008 تا 2009 شروع میکنه. از به هر حال پالایشگاه ها و فازهای صنعتی LNG که توسط آمریکایی‌ها تو 2 سال ساخته شده بود، تونسته بود بهره برداری از پارس جنوبی کنه، برای همین ثروتمند میشه. الان اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دست به دامن قطر شده به خاطر این LNG و در قرارداد بستن. تا 1 ماه پیش خبرش رو خوندم که قرارداد با قطر بسته که از حجم وابستگیش به روسیه کم کنه. این آمارها آمارهای دقیقی هستن و اسم رستم قاسمی هم آوردم به خاطر که به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اونجا تو اون پروژه حاضر شد، با سرکردگان شرکت‌های ما داشت مذاکره میکرد. شرکت ما هم که وابسته به خاتم الانبیا بود، در قرارداد 1929 سازمان ملل جزو اون 15 تا شرکت و اون شخص مدیر عامل ما هم جزو اون 15 تا شخصی بود که توی تحریم های 1929 آمریکا و سازمان ملل آورده شد و اسمشو فقط عوض کردن، از مثلا آ تبدیل به ب شد و به کارش ادامه داد. ولی چجوری به کارش ادامه داد؟ ما 3 تا مخزن LNG ساخته شده توی کشورمون داریم در ناحیه تنبک. اگر توی گوگل بزنید تنبک کنار کمگان، سایت ایران LNG نشونتون میده. این 3 تا مخزن متاسفانه به شکلی پیش رفت که مثل 3 تا چیز ناجور و 3 تا تهدید بزرگ برای اون محیط زیست ما اطرافه. و این باعث میشه که متاسفانه خیلی ها، اگر LNG تو این تانکا بیاد یه فاجعه رخ میده که حالا نمیخوایم وارد دیتیلش بشه. این جمهوری اسلامی لیاقتش همین بود که مسئولینش با خود فروختن، با به هر حال سود شخصی. تاریخچه ایران رو بخونید که از زمانی که گنج نادر رو استخراج میکنن بین 3-4 نفر تقسیم میشه، همینجوری تفکر تمام حاکمان ایران تا الان دستیابی به منابع ایران و سوء استفاده شخصی بوده. تا همین الان جمهوری اسلامی هم مسئولش کم از قاجار ندارن که روی قاجاری ها هم سفید کردن به نظر من. خب دوستان، زیاد دیگه بحث و ادامه نمیدیم. ممنون که مشارکت داشتین در این جلسه. من یک بار دیگه حضار تو جلسه تشکر کنم و همچنین از عوامل اجرایی، بنده خودم مسئول جلسه بودم، حسنزاده مهرآبادی، از خانم شهلا شاهسوانی به عنوان منشی جلسه تشکر میکنم و ضبط صدا ادمینم جناب آقای احسان احمدی خواه و سینا اشجعی هم قبول زحمت کردن در این بخش کمک کنن به ما. الان رأس ساعت 8:24 عصر روز 10 دسامبر، من ختم جلسه رو اعلام میکنم. خسته نباشید میگم به دوستان و مهمانان عزیز در جلسه فراخوان کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در ماه دسامبر. پیشا پیش هم به دوستانی که به هر حال مسیحی هستن میلاد مسیح رو بهشون تبریک میگم و همچنین ورود به سال جدید میلادی. خب خانم شاه‌سوانی، اتاق در اختیار شما. خیلی ممنون از همکاری.